بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقاتی بهتر داشته باشید. با اجازه شما و دوستان، امروز آقای فردوسی رو میذاریم راحت بخوابه، آقای شاه رو بهش میگیم آسوده بخواب که ما بیداریم، و آقای فرخزاد هم افتخار ایرانی ها رو میذاریم به حال خودش و میایم در این ویرجینیا، در این آمریکا و اینجایی که ما زندگی میکنیم و این ماجراهایی که حتما در تلویزیون ها میبینید هر جای دنیا که باشید. و خیلی جالبه، یک ضرب المثلی هست که بعضی هم اینو غلط میگن، از جمله خود من، میگفتن هر که گریزد ز خرابات شام بارکش قول بیابان شود، که درستش فکر کنم این باشه، هر که گریزد ز خراجات شام یا شهر بارکش قول بیابان شود. اجازه بدید که به به آقای علی ترابی دوست نازنینمون بیداره. خب حالا که بیداری، این برنامه ما رو روی فیسبوکت برای دیگران هم شیر کن. خوب شد شما آمدی یادم آوردی که منم شیر کنم. یک کاری کن، به قول این دوستان، به قلمی، به قدمی، به دیناری، به رقمی. و چقدر چیز داره این فیسبوک، واقعا دیگه دیوونمون کرده. بذارید ببینیم که سربی با مردم. آقای عباس آقا، من پیام شما رو گرفتم، بسیار ممنونم که شما بالاخره حرف منو گوش کردی و با ماشین صحبت کردی و پیامت رو گذاشتی، هم من شنیدم هم امروز دوستان بیننده میشنون. و ببین چقدر آسون بود، دیگه اینجوری نیست که شما به من بگی کی وقت داری من باهات صحبت کنم، بگم من 3 بعد از شب وقت دارم، بعد شما بگی آقا من که دیوانه نیستم، من 3 بعد از شب خوابم، بگم خب شما کی وقت داری، شما بگی من 10 صبح، بگم جوست عزیز من 10 صبح دارم کار میکنم. به همین دلیل یک دستگاهی ساختن سالها پیش به نام انسرینگ ماشین، بعدن در طی زمان عوض شد، از اون نوار و دلنگ دلنگ و اینها شد دیجیتال، بهش میگن وایس میل، یعنی نامه‌ای یا چی بگم، پاکتی که صدای شما رو میاره و من حالا برات پخش میکنم. ببین چقدر قشنگ، البته چون عادت کردیم فقط با دوستان صحبت کنیم، هی تکرار مکررات کنیم، یه چیز 2 دقیقه‌ای رو 30 دقیقه. خب حالا شما خوبی؟ بله من خوبم، شما چطور؟ خدا رو شکر. حالا چه فرقی میکنه من خوب باشم نباشم، مریض باشم نباشم؟ بعد دوباره 2 دقیقه صحبت میکنیم، حرف کم میاریم، دوباره میگی خب حالا شما خوبی؟ در هر صورت پیامتو پخش میکنم. به همین خاطر بلد نیستیم درست پیام بذاریم، شاید من اشکال دارم، من پخش میکنم تا بیننده ها هم نظر بدن. من در برنامه گذشته که باز با این دوستمون آقای جوزف سورتجی صحبت کردیم که ایشون شهرام سورتجی خودش معرفی کنه، اسم اصلیش هست، بعد از مردم پرسیدم، حتی از ایشونم پرسیدم فکر کنم حالا ایشون رفته ببینه واقعا ما بعد از حمله اعراب، آقا قرار شد فردوسی رو ول کنیم، ولش میکنیم بیام اینجا ببینیم چه خبره. وبسایتمون هم برای شما بذارم، مردم tv.com. یکم امروز راجع به وبسایت و اینها صحبت میکنم و این مکافات جدیدی که درست کردن و هر وبسایتی رو شما میخوای بری نگاه کنی برات می‌نویسن این وبسایت کانکشن شما سکیور نیست، با صاحبش تماس بگیر. هیچ وقت فکر کردین چرا به شما میگه با صاحبش که مثلا منم تماس بگیرید، که من بگم ای داد بیداد این دوستان نمیتونن ما رو پیدا کنن، زنگ بزنم به اونایی که چی میفروشن آقا من باید چیکار کنم، اونم میگه سالی $100 باید اضافه تر بدی، $200 هم بدی برای ما تا بهش نصبش کنیم. میگم چی رو نصب کنی؟ میگه ما به شما یک ورقه ای بدیم توی SSL که مردم بفهمن شما سکیور هستی. واقعا چه جاب، چه بیزنسایی، چه شغلایی برای خودشون درست کردن و با این شغلا چگونه ما رو سر کار گذاشتن. یه دوستی یک ویدیویی از یه آخوندی فرستاده بود که این آخونده میگه که وقتی جمعیت زیاد بشه شغلم زیاد میشه، بعد یه دفعه میگه بوم، یعنی مغز من مثلا منفجر شد از این حرفی که زد. با
والا یه جورایی اینجوریه. میدونید سالها پیش مردم فکر میکردن کامپیوتر که بیاد دیگه اصلا این پرینتر ماشینای چاپ و اینا دور ریخته میشه. الان میبینید 100 برابر شده، مصرف کاغذ زیادتر شده. بعد فکر میکردن حالا کامپیوتر که بیاد کارا آسونتر میشه. نخه، کارا مشکلتر شده. هر یه کاری رو که یه نفر انجام میداد الان 4 نفرم باید سرکشی کنن، مواظبش باشن و به همین صورت. اصلا ناراحت و نگران نباشید دوستان. امروز چهارشنبه است، 16 آگوست و برابر است با 25 مرداد 1396. میدونید 25 مرداد، 28 مرداد، اینها ماجرای ایران. قرار شد ما امروز فردوسی و شاه و فرخزاد ول کنیم، استراحت کنن، آسوده بخوابید که ما بیداریم. بیایم سراغ آمریکا. در آمریکا یک معجون جدیدی به نام ترامپ شارلاتان واقعا به وجود آمده که الان میبینید فعلا نزدیکترین ایالت به واشنگتن رو به هم ریخته و اینجا رو برگردون به 150 سال پیش، جنگ‌های داخلی. جنگ داخلی چیه؟ از نفرت صحبت میکنه. یعنی سفید پوسته میگه من از همه بهترم، اون یکی دیگه میاد میگه خب حالا من از توی سفید پوستا، از همه سفید پوستا نژادم بهتره. چی هستی؟ ما نازی هستیم، نازی هستیم. دوست شیرازی که پیام گذاشته صحبت میکنه بعدش میگه راستی پیام من پخش نشه. دوست عزیز ببین، شما اگه شوخی و طنز و ایناست خب یه برنامه بذار به شوخی به طنز. خیلی هم قشنگ دیدم چیزها رو ردیف میکنی. مثلا راجب نازی آباد صحبت کردی، میگی نه آقای سوربی، ماجرای نازی آباد کار به آلمانیا نداره، کار به این ترانه داره، نازی ناز کن که دلم برات یه کباب بدم دارم آقای ابی. آخه این نمیشه عزیز من، یه احترامی. حالا ما مثل تلویزیون های دیگه نیستیم بگیم ما تافته جدا بافته هستیم، ما چون توی این شیشه هستیم چنین و چنان، ولی دیگه سر دیگ بازه، در دیگ بازه، حیای گربه کجا رفته؟ بعد شما یه چیزای خیلی جالبی صحبت کردید راجع به اونا، چرا میگی پخش نشه؟ شما که وقت میذاری، وقت خودت رو صرف میکنی. من وقت میذارم، وقتم رو تلف میکنم، گوش میدم برای چیه؟ برای این مجموعه مردم تیویه. خب اگه پخش نشه که مثل که ما باید بگیم آقا یا خانم هر پیامی در تلویزیون مردم پخش خواهد شد، اگه نمیخواین پیام نذارید. و اون ترسویی که از فکس ماشین زنگ میزنه، باور کنید من امروز هم صدای شما رو که شنیدم و شماره رو که دیدم پاک کردم، بعدم هی دنبالش گشتم گفتم شاید این بدبخت حالا آدم شده باشه، شاید زنگ بزده باشه بگه سوربی شماره من اینه، با من تماس بگی، یا من در این قسمت باهات مخالفم، من صداش پخش کنم. شما لطف کن دوباره زنگ بزن مثل یک آدم قرن 21. و این فکس مال قرن 20 تموم شد رفت دیگه، کی فکس داره؟ همش تکس هست و اسکنر هست و اسکن و کامپیوتر و اینها. تو همین که داری هنوز از فکس کار استفاده میکنی نشوندنده عقب افتادگی ته. همین که هنوز به خانواده شاه که مرده، قرار شد امروز راجع به شاه صحبت نکنی، لعنت و نفرین به توی احمق که از فکس زنگ میزنی بعد دوباره زنگ بزن. خب سلام آقای سوربی، کامنت های خودتان را انگلیش و فنگلیش ننویس. ببین دوست عزیز، چرا ننویسم؟ برای که یه کم مجبور میشی فکر کنی. آقا بذار مغزت کار کنه، بذار مغزت کار کنه. من ندارم فارسی تو همه پروگرام ها. بعد من از جاهای مختلف کار میکنم، مثلا میرم توی استودیوی مال دوستان افغانیه، میرم توی استودیوی مال دوستان آمریکاییه. وقتی ویدیو داره کار میکنه من میام فیسبوک چک میکنم، بعد میبینم یه چیزی نوشته مینویسم. حالا برای شما چقدر زندگی مهمه، چقدر وقت مهمه که مثلا من اگر فارسی رو با انگلیسی قاطی کنم شما وقتت هدر میره؟ بی خدا عجب ملتی هستی. این بیچاره بود میگو روزگار غریبی است نازنین، باید میگو ما مردمان غریبی هستیم نازنین. برگردونمتون به واشنگتن. از جمعه گذشته، یعنی اینجا وقت جمعه رفت دیگه میشه جمعه گذشته، چون جمعه آینده داریم و جمعه گذشته. از جمعه گذشته که یه گروهی اجازه گرفته بودن آمدن رفتن یه مشتی مشعل هم خریدن که اون کارخونه سازنده این مشعل
گفته ما خجالت میکشیم و شرمساریم که مشعلایی که ما ساختیم برای اینی که مردم توی حیاتشون دور هم جمع بشن، اینها دارن به عنوان تفرقه و به عنوان هیت نفرت ازش استفاده میکنن. آمدن ماجراشو دیگه دیدین، تو فیلم ها دیدین، ولی مهم این آقای ترامپ. آقای ترامپ وقتی که داشت کمپین میکرد میگفت که we make America great again. ببینید هیچ اشکالی نداره که من بیام بگم یا شما بیام بگید که ما میخوایم ایران رو درست کنیم و خیلی هم درست، ولی اگه گفتیم میخوایم درستش کنیم دوباره، یعنی یک زمانی ایران درست بوده ما میخوایم مثل اون وقت بشه. اتفاقا یه آقایی فکر از کرموشا برای من نوشته بود که ما باید به عقب برگردیم و اینها. گفتم آقا من منظور شما رو نمیفهمم. بعد نوشت آقای سوربی دارم طعنه میزنم. اینم یکی دیگه از چیزا هست، این طعنه زدن و سرکاستیک نوشتن و اینها بعضی وقتا منو به شک شبهه میندازه. بعد من یه چیزی مینویسم بعد شما میگی آقا این چیه نمیفهمه، شما همینجوری دوستیمونم خراب میشه. آقا یه برنامه تلویزیونی گذاشتن، بیا راجع بهش نظرتو درست بگو برو. اگه میخوای شوخی کنی، اگه اهل طنز هستی، اگه ازت میاد که کمدین باشی، یه برنامه بذار 5 دقیقه 3 دقیقه بگو آقای سوربی من 3 تا جوک گفتم برای مردم پخش کن. در اصل دوست عزیز شیرازی، پیامت رو شنیدم. نازی آبادی که شما میگی، اگر داری شوخی میکنی که خب جای شوخی چیزی بود، به اصطلاح بیمزه نبود ولی جاش درست نبود، ولی اگه داری جدی میگی برید تاریخ نازی آباد و تهران رو بخونید، برمیگرده به موقعی که آلمانی ها توی تهران بودن، نازی ها توی تهران بودن، یا راه آهنی که کشیدن. ما هم یه راه آهن فکستنی داریم، اینو به 100 نفر مدیونیم. یکی میگه برای جنگ انگلستان و متحدین و متفقین و اینا بوده، یکی میگه نه آقای رضا شاه، ای بابا قرار شد شاه و رضا و بچهش رو ول کن. و اما امروز ساعت 3 بعد از ظهر یه مهمانی دارم که من قبلا هم ایشون رو میشناختم، در جاهای مختلف شرکت میکنه و اخیرا هم جزو یکی از اینایی بود که رفتن پارلمان با اون آقای میهن. این آقای میهن چون حالا فامیلیش میهنه، فکر نکنید مثل یه دکتری بود اسمش هارون بود، البته اینجا مینویسن آرون، بعد فکر کنید مثلا این عربه یا این ایرانیه، نه. در هر صورت با این دیدار کرده بود. اینها صحبتایی که میکنه خیلی جالبه، حرفایی که میزنه خیلی جالبه، ولی خب منم اختلافای خودم رو باهاش دارم. ممنونم که با وجود اختلافایی که با هم داریم ما با هم احترام میذاریم، با هم صحبت میکنیم و الی آخر. یه دوستی به نام آقای ناصر رحیمی با من تماس گرفت، گفت من به زودی میخوام برنامه بذارم. گفتم ای آقا شما همون ناصر رحیمی خودمون هستی؟ گفت بله، همون که تو تلویزیون رنگارنگ و اینا. ولی من فکر میکنم شما اون ناصر رحیمی که من منظورم نیست، و این عکس ناصر رحیمی رو براتون میفرستم. ایشون از شما جوانترشون، شما نوشته بودید که پدر بزرگ هستید و ایشون فکر نمیکنم هنوز پدر بزرگ باشه. در هر صورت اون برنامه‌ای هم که شما گفتید در تلویزیون رنگارنگ داشتید و نمیدونم یکی تهدیدتون کرده یا زندان انداخته و اینا، باور کنید من یادم نمیاد. بذارید یه چیز جالب براتون بگم. دیروز یه نفر زنگ زد و آمد اینجا و من نمیدونستم که ایرانیه. وقتی آمد اینجا دیدم ایرانیه، سلام علیک کردم و اینها، و باور کنید 5 دقیقه اول من هی فکر میکردم که این آقا کیه، من کجا دیدم، کی باهاش کار کردم. بعد وقتی یادم افتاد از خودم مثلا خجالت کشیدم، گفتم بابا این من سالهاش میشناسمش، خودش خانمش، حالا بهش تبریک میگم. الان اون موقعی من میشناختمش و میدیدمش بچه نداشت، الان یکی و نصفی دوتا بچه داره، یکیش دنیا آمده، یکی دیگرش هم یکی دو هفته دیگه دنیا میاد. و دوستان یه مقداری بازتر با هم صحبت کنیم. مثلا وقتی یکی یه جا یک کسی رو میبینه، اگر فکر میکنی اون طرف شما رو یادش نمیاد، اذیت نکنی، بگی ای آقا شما من یادت نمیاد، بهش بگید که بابا من همون حسینم، من همون حسنم، من همون کوروشم، که اون بنده خدا بگه بله حالا یادم افتاد یا میشناسم، چه خوب شد شما گفتی یا اون وقت حالا یادم نبود. در هر صورت ممنونم از این دوستمونم آمد و اینها، و خیلی جالبه. من وقتی ایشون زنگ زد و گفت من از تایسنز کورنر میام، به شوخی گفتم که بهش بگم که شما اگه ایرانی هستی از شمشیری هم دو سه چلو کباب بگید بیا.
بعد وقتی اومد اینجا دیدم بابا من اینو میشناسم و اینها، بهش گفتم که اینجوری، گفت آقا گفته بودی برات میگرفتم میومدم. اینم از این آقای مجید افراخته، آمدی خوش آمدی. افراشته نیست، افراخته هست. و مجید از آلمانه. آقای علی آقا، علی آقا بگو ببینیم آقا ترکیه چه خبره؟ ایرانی ها از دست ترامپ دارن از آمریکا در میرن و میرن ترکیه خونه میخرن، اونجا میمونن و اینها. به یکشون گفتم آقا شما اومدی به ترامپ رأی دادی، اینو مثل زالو انداختی. نه نه نه، به زالو به احترامی نکنید. زالو براتون یه ویدیویی دارم نشون میدم که چقدر اینها در کار طب و طبابت و درمان مریضی و امراض و اینها کمک میکنن. بگم مثل چی؟ مثل بختک این رو انداختی به جون ما، حالا خودت در رفتی. در اصل من فکر کنم ترامپ با این کارهایی که میکنه الان شانس آورده که مجلسین، دو مجلس سنا و مجلس شورای ملی اینجا، کنگره اینجا تعطیل هستن، تعطیلات تابستونی هستن، و اگر اینا نبودن من فکر کنم همین روزا به اصطلاح آماده می کردن که اینو با سلام و صلوات از کاخ سفید بکنن بیرون، چون واقعا دیگه گندش رو بالا آورده. و من برمیگردیم به اون حرف خودمون، آقای ترامپ که میگه من میخوام آمریکا رو دوباره گریت عالی کنم، منظورش چه زمانی؟ دوستانی که رفتید به این رأی دادید، منظور شما چه زمانی بود؟ اون که برای شما نگفته بود. شما هر کدومتون، مثلا خود من اینجا با داداشام که صحبت میکنم، یه چیزی که میخریم مثلا میگه آقا 12 دلار موقع من اومدم آمریکا این 99 سنت بود. بعد خودشون بعد میگن good old days، یعنی روزهای خوب گذشته. شما وقتی که آقای ترامپ به شما گفت که این سوال از بابک میپرسن، یا کسانی که به ترامپ رأی دادن یا باورش داشتن، نه به خاطر عصبانیت از کلینتون، کسایی که بیلیو یعنی همون باورش کردن و رفتن بهش رأی دادن، بیاین بگید امروز هم این کارایی که داره میکنه این در جهت همون آمریکا رو گریت و نمیدونم اینها هست، آمریکا رو عالی کنه، برگرده مثلا به 60 سال پیش که 60 سال پیش هم بیشتر، اون 60 سال پیش دیگه اسلیوری نبود ولی سیاها هنوز مساوی نبودن، برگرده به موقعی که زنها رأی نمیدادن، نمیتونستن رأی بدن. به چه زمانی شما دوست دارید این ترامپ برگرده؟ اگه فکر میکنید نمیخواست شما رو برگردونه، بهش تماس بگیرید بگید این جمله‌ای که گفتید غلطه و هیچ زمانی آمریکا گریت نبوده، و حالا اگه تو میخوای از این آمریکای خوبی آمریکای گریت بسازی، به ما بگو در آمریکای گریت شما چیه. مثلا به جای شیر آب که باز میکنیم تو شرابه یا تو شیره یا تو عسله. در هر صورت اگر طرفدار ترامپ هستید 10 دقیقه تا 15 دقیقه مهمون من باشید. مهمون شدن دوستان اینجوریه، تماس میگیرید میگید من در باره این میخوام صحبت کنم، اسکایپ، ترجیحاً اسکایپ. من حتی به این آقای جوزف سورتجی بگم اگه ایشون برای من نوشته بود ما فعلا با آدیو صحبت میکنیم، میگفتم نه آقا بذار هر وقت ویدیو دو، چون تلویزیون رادیو که نیست که، در هر صورت اون وقت صحبت میکنیم. یه دوستی روی تلگرام با من تماس گرفته بود، بهتون گفتم من این تلگرامو گذاشتم کنار به خاطر این که مثلا توی یه روز 2000 تا پیام میاد. خب این 2000 تا پیام، اونی که چپ و راست این پیام‌ها رو میفرسته، منظورش اینه که ما بخونیم یا نخونیم. اگر نخونیم راحته، ولی اگه یک در میون بخونیم، یک در پنج بخونیم، بعد ببینی یه چیزی رو که باید شما جواب میدادی از بین میره، و من به این خاطر اصلا نه کشششو دارم نه وقتش. ولی خب یک کسی مثل آقای چمنارا، یک کسی مثل آقای احمد علی مسعود انصاری، اینا به من میگن که روی تلگرام اکانت دارن و اونجا میخوان تبلیغ کنن، و به من میگن این رو روی تلگرام هم بذار. دوستان من روی تلگرام نمیتونم پاسخگو باشم، با ایمیل، با پیام، تلفن، مسیج بذارید و الی آخر. صحبت از پیام و تلفن و مسیج شد، اجازه بدید بریم سراغ این دوستمون که بعد از میتونم بگم نیم ساعت ایشون تکست رو برداشته. اول نوشته سلام، من چیزی ننوشتم، گفتم خب دست افتاده یه دست اندازی، پلیس دیده تکستی گذاشته پایین. بعدش نوشته خوبید؟ نوشتم من خوبم، خیلی ممنون. حتی ازشون نپرسیدم شما خوبید،
به من مربوط نیست شما خوبید یا نه. مگه من دکترم میتونم بگم امیدوارم شما هم خوب باشید، این بهترین. بعد میگه که شما هستی من باهات تماس بگیرم؟ میگم هستم، دارم روی ویدیو کار میکنم، ولی میتونم هدفون بذارم رو گوشم پیام شما رو گوش بدم، چون روی ویدیو که کار میکنم جایی که هستم اینا میکروفون ندارن که اون کسی که اومده ساعت 100 دلار 30 دلار 20 دلار 10 دلار میگیره بشینه کارهای خودش انجام بده. بعد ما مثلا ویدیو تا داره رندر میشه میتونیم صحبتای شما رو هم گوش کنیم. بعد میگم که پیام بذار. میگه نه، پس من بگو کی آزادی تا من میگم آقا مگه شما نمیخوای من به شما زنگ بزنم این گوشی رو بگیرم دستم و شما صحبت کنید؟ آقا صحبت کن. ممنونم. عباس آقا رضایت داد و صحبت کرد. بشنویم با هم صحبتای عباس آقا رو و شما لطف کنید درباره این سوالاتی که من در پیام ایشون میپرسم شما هم نظر بدید. آقای عباس آقا بفرمایید. یک لحظه دوستان. آقا سوری سلام، خسته نباشید. عباس هستم، مسیجم براتون دادم. سلام، منم سوربی هستم، خیلی ممنون که مسیج فرستادی. دیگه تو مسیجی که میفرستن اگه بگیم مسیج فرستادم که فایده ای نداره، چون اگه من این مسیج نگیرم که خب نمیفهمم. مثلا میشه با ایمیل بنویسی من برات مسیج فرستادم، که بعد من بیام نگاه کنم بگم بله مسیج رو گرفتم، یا نگاه کنم بگم هنوز مسیجی اینجا نرسیده. اینا اشکالای کار ماه، ولی داریم درست میشیم. ببینید خودشو معرفی میکنه. سلامی علیکی آقا، ممنونم از شما، من هم سوربی هستم، سلام به شما، بازم ممنون که پیام گذاشتی، بفرمایید. باهاتون صحبت کردم قبلا. ممنون از برنامه‌هاتون. میدونم انسانی هستی که به اینجا وابسته نیستی. خیلی هم مطمئن نباش، فردا یه دفعه میبینی گند منم مثل خانم فرح پهلوی در میاد که به روسیه وصل بود. خانم فرح پهلوی تازگی گندش بالا اومده که به روسیه گویا اینایی که چی میکنن چیچت اینجا میگن راندوو چی میگیم بهش لاس میزنن یا صحبت میکنن. در هر صورت ضمن این که از شما ممنونم که چنین اطمینانی به من داری که میگی انسانی هستی، همین که اولا فکر میکنی من انسانم خودش خیلی به اصطلاح جای تشکر داره. دوم این که فکر میکنی من انسانی هستم که به جای وابسته نیستم، باور کنید من به خودم افتخار میکنم که دوستان اینو اینجوری تشخیص میدن. ممنونم، بفرمایید. دوستان تا حالا 16 ثانیه این دوست من صحبت کرده، ولی ببینید اسمشو گفته و گفته قبلا هم با هم صحبت کردیم، حالا هم داره میگه از برنامهاتون ممنون و شما هم انسان. 4 تا 5 تا موضوع رو گفته تو 16 ثانیه. حالا اگه من گوشی رو برداشته بودم و با ایشون صحبت کرده بودم، قولتون میدم 23 دقیقه نیم ساعت صحبت میکردیم، بعدم باد هوا بود، بعدم من دیگه چیزی نداشتم که به شما بگم. یه نفر هست میخواد این کار رو انجام بده، یا یه نفر هست این کار رو دوست داره، یا یه نفر هست به من همچین پیشنهادی کرده. پس چیکار کنیم؟ پیامگیر رو استفاده کنیم، به درستی هم استفاده کنیم. اگه زنگ زدیم منزل مادرمون، بنده خدا رفته نامه چک کنه، رفته لباس بشوره، رفته همسایه‌هاشو ببینه، رفته دستشویی، رفته حمام، خیلی قشنگ زنگ بزنیم مادر سلام می‌خواستم حالتو بپرسم، کار واجبی نداشتم، دوباره امشب به زنگ می‌زنم. این بنده خدا که میاد نگران نمیشه ای خدایا چی شد این پسر من زنگ زد، نکنه حالا بچهش مریض باشه، نکنه خودش مریض باشه. تو رو خدا جون هر کی دوست داری به خاطر این از پیامگیر استفاده کن و به طرز صحیح استفاده کن. کوتاه، مفید، مختصر. بفرمایید. ازتون اون دفعه خواهش کردم اگر امکان داره، چون موقعی که یک سابجکتی رو شروع میکنی شما و ادامهش نمیدیم به امتحان نمیرسیم و این همیشه ما درگیر این چیزا هستیم. تو مثلا مثل شاهدی که شما میگید همینجا باش. ببین دوست عزیز، من قبلا هم گفتم
دوستان دیگه هم میگن آی سوربی شما یک موضوعی رو که میگی گاهی وقتا بدونی که تموم کنی جمپ میکنی یا میپری به موضوع دیگه. اینو من قبول دارم، این اشکال من هست، از این بابت از شما عذر میخوام، تلاش میکنم که این رو درست کنم. ولی حالا این موضوعی که میگید دوستان به دقت گوش کنید، ببینید شما متوجه میشید این دوست ما عباس آقا چی میگه. بفرمایید. برو میارید اونجا و توضیح میده. یک کمی دیگه برمیگردیم. میشید ما درگیر این چیزا هستیم. تو مثلا مثل شاهدی که شما میارید تیمسار رو میارید اونجا و توضیح میده و مردم امثال من میشناسن کی بوده چی بوده. راجب ولش کردی یا دیدی شما هم چه جوری جمپ میکنی؟ مثل این شاهی که شما میاری، تیمساری که میاری که ما میشناسیم توضیح میده. خب چی شد؟ حرفتو جملتو تموم کن، بنویسید. وقتی میخوان با یه جا تماس بگیرید بنویسید، بخونید، ببینید خودتون از نوشتن خودتون چیزی میفهمید که اون بنده خدا اون طرف. مثل ملا نصرالدین نباشید. ملا نصرالدین یکی رسید بهش گفت که آقا چی کار میکنی؟ گفت رفتم نامه نویس شدم. گفت آقا تو که سواد درست حسابی نداری برای نامه نوشتن. گفت چه بهتر. گفت چطور؟ گفت من دو برابر پول میگیرم، یکی مینویسم وقتی میفرستم، اونا که نمیفهمن من چی نوشتم، اونا هم به من پول میدن که براشون بخونم. این من رو یاد آقای چمنارا میاره درباره همین آقای فردوسی و تاریخ و اینا. ایشون میگه که نه آقا، این آقایی که نوشته بهتون نشون میدن، طرف نوشته آقا فردوسی تاریخ رو نوشته، برای آقای چمنارا میفرستم، آقای چمنارا میگه نه این منظورش این بوده. میگم آقا این احمق نویسنده، نادان نویسنده، اون خانم فوق لیسانس بیاد که به من میگه شما که لیسانس داشتی اگه سواد داشتی ایران رو ترک نمیکردی. خب احمق تو که فوق لیسانس داشتی ایران رو ترک کردی که، و شماها زودتر از همه ترک کردین. شماها حتی از زمان شاه هم تو ایران نبودید. خیلی مشکل داریم. حالا یکی از مشکلاتون هم این آقای سعید کاووسی. نوشته آقای سوربی جای تعجب نیست که شما هنوز ایرانی را نشناختید. ایرانی دیدش 2 متر دورتر نیست و مسئله شخصی او به نسبت شعور اوست و هیچ دیگر براش مهم نیست. آقا نگاهی به ایران بینداز و ببین که ترامپ که هیچی. بعد رفته تو قسمت سیمور، من نمیتونم بخونم. در صورت نمیدونم والا، اگه 2 مترم جلو پامونو ببینیم بد نیست. خب بشنویم این دوستمون. ما شاه را آوردیم، تیمسار را آوردیم، درباره شاه صحبت کرد که شما میشناسی. خب چی؟ رفتیم که روز دوشنبه دیدم با آقای شهرام سورجی آوردید شخص رو سیار فهمیده و خوبی هستن. اگر امکان داره من هم خب برای خودم و امثال من خیلی هستن که میخوان این موضوع رو بدونن. هر این که هر تیکی هر روز برسیم یه برنامه رو یک مقدار برش اختصاص بدیم و ازش بگذاریم، همیشه این لاینحل خواهد بود. اگر منم بشینم یه برنامه رو اختصاص بدم 2 ساعت به فردوسی، قولت میدم خود شما هفته آینده میگید آقا این چه برنامه ای بود، 1 ساعت نشستی راجع به فردوسی صحبت میکنی. خب فردوسی رو که ما میشناسیم، یه چیزایی دیگه هم بگو. برنامه باید متنوع باشه. این کلمه واریته یادتونه اومده بود تو ایران؟ از بس ماشاءالله زبان ما کامل بود، این همین وریتی یا یه چیزایی که متنوع است باید باشه. از ترامپ بگین، از این احمق مال کره بگین، از اون یکی احمق خانم فوق لیسانسی که میگه من دبیرای مثل شما رو من تربیت میکردم، بعد از من که ایراد میگیره میگم خب اگه من الاغ بار اومدم برای یه احمقی بودی مثل تو. زنگ بزنید، تماس بگیرید، پیام بذارید، شماره تلفن بدید، مهمون من باشید، بیاین تو برنامه خود من صحبت کنید. اون آقایی هم که از فکس زنگ میزنه به جان دوتا بچه، امروز تا صدای شما رو شنیدم پاکش کردم، چون باور دارم سعید یادم داده که آشغال بره تو آشغال دونی. بعد وقتی رفتم دوش گرفتم گفتم ای داده بیداد، شاید این آقا آدم شده باشه و بخواد بگه آقا این فکس، مثلا من از سر کارم مجبورم دوزکی از فکس استفاده کنم و تلفنم اینه و من میخوام یه وقت بیام آقا تو برنامه خودت پدرتو در بیارم. ولی هرچی گشتم دیگه پیامت پیدا نشد. و اینم خیلی جالبه، یه پیامی رو که پاک میکنی میره تو ترش،
از تو ترش پاکش میکنی میری یه جای دیگه، وقتی میخوای پاکش کنی دوباره میگی مطمئنی میخوای پاکش کنی، میگی یه پیامی را پاک میکنی اصلا نابود میشه. ما که نفهمیدیم این سیستم کامپیوتر چیه. باز برگردیم به عباس که از ماجرای این که من چیزا رو تیکی تیکه میگم و تموم نمیکنم داره شکایت میکنه. شکایت چیز بدی نیست دوستان، انتقاد، شکایت، پیشنهاد، اینا همش توی خانواده است. چشم، تلاش خودم رو میکنم. ولی از این که شما گوش بدید، قبلا هم گفتید آقای بهرام مشیری، آقا اینا یه مش پیرزن و پیرمردتر از منن، که مثلا این خانمی که با ایشون هست، خانم افشار، خب حالا تو تلویزیون شما میبینید و ایشون هم دو نفر کمک میکنن، ایشون اگر فکر کنم کسی کامپیوتر براش روشن نکنه اون روز نمیتونه نامه‌هاشو، حالا خدا کنه هنگام افشار زنگ نزنه بگه آقا این حرفا چیه، من اینجا استاد دانشگاه هستم کامپیوتر درس میدم. چون میدونید این آقای فخرآور یه مصاحبه کرده بود چند مدت پیش با این آقای شاه‌تیموری و آقای شاه‌تیموری بهش میگه آقا کنفدراسیون دانشجویان فلان، شما که دانشجو نیستی، میگه چرا من سال سوم هستم، اینو داشته باشید، سال سوم بوده و زندان و فراری و فلانی بسیار، بعد میاد اینجا میگه من استاد دانشگاه هستم. این همون که گفتن لاف در قربت. باز برگردیم، من تماس گرفتم آقا، آقای مشیری، بهرام مشیری در اون موقعی که برنامه نداشت و کسی پولش نمیداد اینجوری چپ و راست تو تلویزیون‌های مختلف باشه، کتاب نمی‌نوشت، کتاب امضا نمی‌کرد، یکی از طرفداران پروپاگورس من همین آقای بهرام مشیری بود، یکی از اونایی که زنگ می‌زد به داور میگفت که به سوربی بگو من بعد از برنامه زنگ می‌زنم، بعد تشکر می‌کرد آقای سوربی نمی‌دونم به رشادت آفرین فلان بیسار اینا. حالا دیگه سرش شلوغ شده، پیر مردی هم اصلا، شما این مو یا کلاگیس هرچی سرشه نگاه نکن، اینا وقتی میبینیشون اصلا چی بگم، دلت به حالشون میسوزه. در هر صورت من زنگ زدم، خانم هنگامه افشار گفت آقای بهرام مشیری در کالیفرنیاست و اینا تگزاس زندگی میکنن گویا، و وقتی آمد من میگم با شما تماس بگیره. تماس نگیره، آقا من که اینجا وقت ندارم هی دنبال اینا را بیفتم، این کار رو شما باید انجام بدید. شما وقتی میای یه همچین پیشنهادی میکنی، شما میشی تهیه کننده. به آقای بهرام مشیری میگه آقا میای اینجا صحبت کنی، میگه نه آقا من همون چیزی رو که اونجا گفتم، اون وقت ویدیوشو میفرستی ما پخش میکنیم. در اصل من کار خودم انجام دادم. اونا هستن که ریسپانسیو نیستن، اونا هستن که بلد نیستن، اونا هستن که سیستم ایران رو دارن اینجا اجرا میکنن. آمریکا که شما حالا کانادا هستی، میگن پسر گاوباز رو از ده آوردن، از کانتری بگن، کانتری هم ویلیج و ده و اینا رو میگن، اینا مثلا یه جایی که راه چیز هست اینجا بهش میگن کانتری رود، و میگن کانتری بوی رو میارن از کانتری به شهر، ولی نمیتونن کانتری رو از مغزش بکنن بیرون. اینا هنوز همونا هستن، شما چه انتظار زیادی داری؟ یا شاید من بی خود انتظار دارم. من تماس گرفتم، خانم هنگامه افشار قرار شد زنگ بزنه، یه مشتی هم سوال داشت راجع به تکنیک و اینا، شما خانم هنگامه افشار رو توی برنامه مصدق در نشنال پرس کلابی که آقای احمدیان برنامه گذاشته بود و دیگران دیدم، ولی تا امروز من آقای بهرام مشیری رو شخصا ندیدم. در صورت این از قسمت بهرام مشیری. شما میتونی بگی آقای سوربی، یا اصلا به من بگو سوربی برنامه مثلا دوشنبه بهرام مشیری رو برای من یه هفته پخش کن، منم برای یه هفته هر روز پخش میکنم، بهت قول یه بار پخش میدم، ولی روزی دو سه بعض وقتا هم چهار بار پخش میشه. بعدم میگی چنده؟ میگم آقا هر بار 20 دلاره، شما 100 دلار میدی برای 5 روز، ما 2 روز مجانی به جایزه میدیم، برای 7 روز پخش میکنیم. بعضی وقتا میگم آقا اصلا اینو فراموش کن، من چون شما شیرازی، مادر شیرازی و اینها، من به شما مثلا اینو میدم 50 دلار به جای 100 دلار. و اما حالا شما میگی چرا میپری؟ آقا یه آدمی هست شاعره، الحمدلله هر کی به ما میرسه شاعره، هر کی به ما میرسه موزیسینه، یه آدمی از شاعر موزیسین با من تماس گرفته که آقا من دو تا ویدیو دارم اینجوری اونجوری اینها، برات چجوری بفرستم؟ میگم اصلا لازم نیست بفرستی، شما به یه کسی بگو اینو بذار روی یوتیوب، لینکشو به من بده برات میفرستم، به جایی که بری پست خونه پول بدی سیدیت بشکنه تو راه، گم بشه، به دست من نرسه، وقتی میرسه اینجا کپی که زدی فرمتش درست نباشه و اینا، همونجا بده به یه کسی 10 دلار بذار برات روی یوتیوب، یوتیوبم که مجانی، لینکش برام بفرست.
میگه آره اتفاقا یه کسی هم این کار میکنه. گفتم اوکی. بعد بهش میگم که ببین نه برای من ورداشته بود داستان زندگیش نوشته بود که اینجورم و اونجورم و همسرش فوت شده و فلان و اینها. بعد بهش میگم دوست عزیز، من تو این 30 سالی که در آمریکا، الان شد 31 سالی که در آمریکا زندگی کردم، یه چیزی یاد گرفتم و چقدر کار خودم راحت کرده. ما ایرانی ها مثلا میگیم میخوام یه ماشین بخریم، میریم توی دیلرشیپ، توی نمایندگی ماشین، طرف میاد میگه که چی میخوای؟ میگیم وانت میخوام، پیکاپ تراک میخوام، تاکسی بار میخوام. بعد میگه که خب چند میخوای خرج کنی؟ میگیم ایت دیپند. الان سعید کاوسی داره میخنده، بستگی داره. آقا به چی بستگی داره؟ شما با همسرت نشستی صحبت کردی، گفتی این ماشین هر روز اذیت میکنه، پدر منو در میاره، ای کاش $3,000 برم بدم یه ماشینی بخرم، ای کاش پول قرض بکنم از بانک برم $10,000 بدم یه ماشینی بخرم، ای کاش ماهی $300 بدم یه ماشین خوب بخرم. پس میدونی چرا دروغ میگی؟ به این میگن شما چه باجتی داری؟ How much is your budget؟ بودجت چقدر؟ همون کلمه بودجه ایرانی باجت، بودجت چقدر؟ یا how much you like to spend؟ در انگلیسی من خوب میشه ها، چقدر مایل هستی که به اصطلاح خرج کنی؟ مثلا میگی مای 200، مای 300 دلار. این کلمه it depend، وابسته چی بستگی داره رو بندازید تو سطل آشغال. ما به این آقا میگیم که بابا ما هرچی گفتیم که شما هنوز تصمیم نگرفتی، شما به من بگو که بودجت چقدره، چقدر میخوای هزینه کنی تا من بهت بگم چه پکیجی برای تو خوبه. فکر میکنید چی نوشته دوست؟ درآمدش از فروش بیت کوین، درآمدش از سوشال سکیوریتی فلان کشور، درآمدش از خانه پدری در ایران. میگم آقا من که نگفتم شما اینکام و اکسپنست بفرست که بعد من بگم آها دیدی الان نت انقدر داری پس انقدر. به من چه؟ شما همه این کارا رو انجام میدی، به من میگی آقا من میخوام هفته $100 خرج کنم، آقا من میخوام هفته $5,000 خرج کنم، آقا من میخوام هفته $500 خرج کنم، آقا من میخوام سالی $1,000 خرج کنم، روزی $3. بودجه، هزینه، اینا ما اصلا، حالا این آقا شاعره، بابا شاعر مملکت ما. اینقدر ببخشید این کلمه نفهم و نادان چیز بدی نیست. ما میدونی به انگلیسی میگی you don't understand، یعنی نمیفهمی. ولی ما ایرانی اگه بهت گفتی آقا تو نمیفهمی، میزنه تو کلمو، نفهم بابات، نفهم نمیدونم. آقا شما نمیفهمی این ماجرا رو. من نوشتم چقدر میخوای خرج کنی، جیبت چه اجازه بهت میده. شما وحشتی برای من کتاب مثنوی مولوی نوشتی. دوستان 2 دقیقه و 40 ثانیه پیام این دوستمونه، تا حالا من براتون 38 دقیقه برنامه اجرا کردم. حالا فهمیدی عباس آقا چرا من میگم شما پیام بذار؟ همون جوری که شما دوست داری وقتی صحبت میکنی من اینجا باشم با هم گفت و شنود داشته باشیم، من دوست دارم شما پیام بذاری، با پیامت گفت و شنود مجازی نمیدونم غیر و حضوری داشته باشیم. بازم ممنونم، بشنویم. تا اینجا رسیدیم که ایشون میگه سوربی از این شاخه به اون شاخه نپر، درباره موضوعات مختلف که صحبت میکنی یکی یکی ببند، تموم کن، بذار کنار. و آقای بهرام مشیری اینجا میگه، بفرمایید. خدمتتون عرض کردم اگه امکان داره آقای مشیری بیان، همین آقای شهرام سورجی هم به نظر من آگاهی دارن تقریم موضوع، زمان بهشون بدیم که توضیح بدن و ما مثلا بفهمیم که چی میشه، چی شده، به قول معروف به کجا رسیدیم، کی بودیم، چجوری ها، و حلش کنیم این موضوع رو، بیان برسیم به دردهای امروزمون. همینجا باز این بفهمیم چی بودیم، کجا بودیم. شیرازی ها یه شعر خوبی دارن، من اگه بتونم پیداش میکنم، که میگه باز نفهمیدم کجا به کجا زن، نقل کجا زن پسرم. اینو سالها پیش رو سیزده به دروی و اینا میخوندن، اون وقتا که هر کسی سرش تو آیپد خودش نبود، که یکی میمد یه داریه میابرد و رو سقف و ماشین یه چیزی میزدن اینا، و روی قابلمه‌ای که زور توش عدس پلو خورده بودن تاپ تاپ. اون موقع که مثال نبود، سعید کاووسی رو داشته باشیم، نوازنده پرکاشنیست. خلاصه این شعر رو میخون، ولی شعره یه چیزی داخلش نهفته بود که خیلی جالب بود. صحبت از یک
خانمی میکرد که این رفته ازدواج کرده نفهمیده چرا، بچه دار شده نفهمیده چرا، بچه هاش بزرگ شدن مدرسه رفتن این هنوز نفهمیده چرا، رفتن سربازی نفهمیده چرا، بچه هاش زن گرفتن این نفهمیده چرا. دوست عزیز اینا رو شما نمیتونید توی برنامه تلویزیونی ما بیاریم فردوسی رو باز کنیم و ببندیم و بس. من آقا 10 تا کتاب آقای سهراب چمنارا، حالا میگه بابا من 20 تا نوشتم، چرا میگی 10 تا؟ 20 تا 10 تا کتاب نوشته هنوز نتونسته یک نفر رو دور خودش جمع کنه. و شما میخوای ما فردوسی و شاه و وزیر و اینا رو بگیم و صحبت کنیم و جمع کنیم و بریم؟ خواهی همه چیا رو تو 2 ساعت بگیم، فردا چه کار کنیم؟ قصه های شب یادت رفته؟ همچین که آقای میمد پشت در رو نمیدونم مثلا شریکیش داشت یک کسی رو میکشت، یه دفعه میگفت که و اما فردا شب به شما خواهیم گفت که فلانی چه کرد. این قصه 1001 شب اگه ما داستان بگیم که شما سر شهرزاد قصه گو رو میبری دیگه. انقدر باید برات قصه بگم و انقدر باید که شما کی بوده به من زنگ زدی؟ 2 ماه 3 ماه پیش بوده دیگه، نه؟ هنوز داری گوش میدی ببینی امروز کی میاد. و دیدی که دوشنبه آقای انصاری، دوستان این ویدیو رو حتما ببینید، چقدر قشنگ اومد از روابط یا ناگفته هایی از روابط ایران و آمریکا رو گفت و چقدر استقبال شده. بازم میخوام که ایشون بیا تو صحبت کنید. بشنوید بهرام مشیری عزیز من، ولش کن ویدیوهایی که داره تو برنامه کانال پارس یا تلویزیون خودش هرچی هست، اونا رو اگه خواستی من برات اینجا پخش میکنم. یه هزینه‌ای باید بابت پخش این برنامه ها پرداخت کنی. فکر کنم دفعه قبلم یه همچین کاری رو کردیم، یه ویدیویی یادم نیست حقیقتش. چی کار میتونیم بکنیم که اون مملکت درست بشه؟ حالا نه یکم برگردیم از اول. ایشون شما میگی بذار اینا تموم بشه بره، تموم نمیشه بره. آقا این نمونهش آمریکا 150 سال پیش، ما که دردمون درد 1000 سال پیشه، ما که دردمون درد 2500 سال پیشه، ما که دردمون درد 1400 سال پیشه. این یک کشور جوونی که 400 سال کلن سنش هست، 250 سال 245 سال سن به اصطلاح آزادی و استقلالش هست، مونده تو کار خودش، نمیتونه 150 سال پیش رو کنار بذاره ببنده بره. شما میخوای این زخم به این کهنگی رو سربی، حالا شده دیگه ابو علی سینا بلد یه زخم بند ببنده روش رو درست شده. نه نمیشه آقا، شما اگه راه حلی داری بیا. و این همچنان ادامه دارد، ولی میتونیم ادامهش رو به یه نحوی بریم که خرخست خدا ناراضی نباشه، که همه راضی باشن. بفرمایید. الله ما مثلا بفهمیم که چی میشه، چی شده، به قول مرکوب کجا رسیدیم، کی بودیم، چجوری ها، و حلش کنیم این موضوع رو، بیان برسیم به دردهای امروزمون، چی کار میتونیم بکنیم که اون مملکت درست بشه. حالا فکر میکنم برای من که اصلا راهی باشه که برگردم اونجا رو ببینم، ولی خب برگردم اونجا بزرگ شدم، من عاشق اون مملکتم، با اون مردم، با اون لحظه ها، با اون لباس ها، با اون غذا ها و با همه چیزایی که داره، واقعا واقعا عشق می‌ورزم به اون مملکت. درست هست درونم، ولی عاشق شیرازم، اصفهانم و سیستان و بلوچستان و همش کردستان، مشهد، فلان. بعد امیدوارم که برای اون مردم روزی اونجا خوب بشه و بتونن زندگی خوبی داشته باشن. من بازم خدمتتون عرض می‌کنم و تقبل می‌کنم اگر آقای مشیری یا همین آقای سورجی، شهرام سورجی تشریف بیارن، تقبل کنم یعنی خرج برنامه شنو. ممنون میشم با من تماس بگیرید. روز خوبی داشته باشید. موضوع خودتون باشید. خدا حافظ. ممنون، متشکرم. این آقای شهرام سورتجی، ما وقتی ویدیو تمام شد برای ایشون لینکش رو فرستادیم، برای ایشون لینک برنامه که از اونجایی که خودش صحبت میکنه فرستادیم، برای ایشون سوالایی رو که دیگران کرده بودن که آقا ما از زمان فردوسی تا فلان، تا از زمان اعراب تا فلان که اینا فرستادیم، هیچ خبری ازش نشد. من براش نوشتم آقا شما هستی؟ چون اون روز به من گفت که من دارم یه حساب جدید درست میکنم و کسی که تو برنامهش من میگم آقا این فیلم رو نگاه کن که نور و صدا و تصویر خوب باشه، میگه آقا من با 50 نفر مصاحبه کردم، بعد وقتی من میگم آقا نیستی هنوز، میگه دارم حساب جدید. میدونی نمیخوام بگم 1000 تا مشکل داری، ولی خورد شیشه داری.
آقا این هنرمندمونه، این آقای سورتجی، شهرام، حالا من نمیدونم شهرام معمولا میاد میشه شان، یعنی چجوری شده جوزف، شده یوسف خودمون، بماند دلخواه خودش بوده. نداریم، بلد نیستیم که اگه یه کسی یه لیوان آب داد دستمون خوردیم بهش بگیم خیلی ممنون. ادب ایجاب میکنه اول که آب رو میده بهش بگیم خیلی ممنون. حالا نگفتیم خیلی تشنمون بود مثل سربی، خوردی بعدش بگو، بلد نیستیم. چشم، من همین الانی که پیام شما داشت پخش میشد برای آقای سورتجی نوشتم که امروز یکی از دوستان پیشنهاد کرده برنامه‌هایی را مخارجش رو متقبل میشه که شما بیان. حالا ببینید چی میشه. حالا تا همچین چیزی میگیم معمولا اینا ببخشید اینو میگن دیگه، ضرب المثل مناقشه نیست، دومشونو میگیرن بالا. آقا خب من میخوام بیام، من موزیسینم، باید یکی پولم هم بده. آقا تا دیروز شما اگه برنامه میخواستی من ازت پول میگرفتم. حالا یه بند خدای پیدا شده، دوستان ببخشید من یک دونه از این آب نباتای گلودر، ما آلرژی نداشت، حالا دیگه آلرژی هم به دردامون اضافه شد. خب آقای نوری میگه آقای سربی، قشنگترین موقع زمانی است که اگر دو نفر چه از نظر فکری، مذهبی، سیاسی، عقیده مخالف داشته باشند ولی با کمال آرامش و احترام به هم بحث و بررسی کنند. جانا سخن از زبان ما میگویی، ولی شما چند تا برنامه رادیو تلویزیونی دیدی که دعواشون شده، میز و صندلی تو سر هم زدن، فوش به هم دادن، برنامه رو ول کردن رفتن. حتما دیدی، اگه ندیدی برو روی یوتیوب ببین که چه خبره. و امروز من یک نمونه از اینا رو بهت نشون میدم. این آقایی که داره میاد ساعت 3 بعد از ظهر، من با ایشون مخالفم، چون ایشون میگه که ما باید از خودمون بپرسیم ما برای مملکت چیکار کردیم، نه اینکه مملکت برای ما چیکار کرده. و ایشون فکر میکنه اینو کندی گفته، اینو کندی نگفته. کندی اینو از یک کارگر کارخونه یاد گرفت و چون خوشش اومد اینو تو سخنرانیاش گفت. حالا متاسفانه یا خوشبختانه به نام کندی نوشته شده، اب نداره، چون اگه به نام اون کارگر بیچاره بود گفته نمیشد. ولی دوست عزیز، یه وقتم هست من به عنوان ایرانی بارها گفتم ما میریم مکزیک، بهمون میگن آب نخورید، اینجا اسال میگیرید، خوراکشون مواظب باشید، از هتل اون برتر نرید، میدزدنتون، آدم ربایی میشه و فلان اینا. ما میریم و میایم، هر کی هم گفت چی بود میگم آقا عجب خوش گذشت. ولی یه وقتی میری ایران، آشغال که ریختن تو خیابون، شما از دست مردم ناراحت میشی دیگه. اونجا شما نمیتونی به من بگی شما چرا آشغال ها را جمع نکردی، نپرس مملکتت چه کار کردن. اون چون مملکتت، شما بیشتر میپرسی، بیشتر ازش به اصطلاح انتظار داری. در صورت امروز با ایشون صحبت میکنیم درباره همین ماجرای کنگره رفتن، درباره همین که چرا اینا فکر میکنن که مردم همه باید یک کاری انجام بدن و از دولت‌ها و اینا انتظار نداشته باشیم. خود من یکی از اونا هستم، بارها بهتون گفتم، مخصوصا از دولت‌هایی که بد هستن، دیکتاتور هستن، در طی زمان‌های گذشته به شما نشون دادن عمل نمی‌کنن، شما از اینا چه انتظاری دارین؟ از دولت‌های خوبش نمیشه انتظار داشت، حالا شما از دولت بد انتظار دارید؟ من فکر کردم که این آب نبات نپره تو گلوم و تو برنامه زنده خفه بشم. شما میدونید که یه آمریکایی، یه گوینده تلویزیون، سالها پیش موقعی که تلویزیون سیاه‌سفید بود تو برنامه زنده خودش رو شوت کرد، یعنی به خودش شلیک کرد و خودش رو کشت. و این برنامه زنده و برنامه از قبل پخش ضبط شده و اینا هم یه ماجرایی داره. اولی که شروع شد نواری نبود، چیزی نبود، میکروفون رو میگرفت دستش حرف میزد، تلویزیون که آمد همین جوری بود، حرف میزدن، نشون میدادن، تموم میشد، میرفت. بعدن گفتن که خب برای که اشتباه نکنیم، غلط نکنیم، قبلا ضبط کنیم. اگر حالا دوباره برگشته به همون لایو و اینها، و بعضیا لایو دوست دارن، برنامه زنده، بعضیا نه. گلوی من به شدت داره اذیتم میکنه. چرا نمیدونم.
احتمالا نفرین های دوستان شاه اللهیه، ولی اگه شما فکر میکنید نفریناتون کار میکنه، به این آخوندها نفرین کنید که همشون میرن تا 90 سال و 100 سال، تازه وقتی هم میمیرن دخترشون میاد. دیدید دیگه امروز خانم فائزه رفسنجانی میاد میگه پدرم که مرد ما شک کردیم فکر کنم یه کاری کرده. بعد اون آقای دهباشی ازش میپرسه که خب حالا شکتون درست بود، اینو کشتن؟ میگه که هنوز معلوم نیست. میگه خب چی شد نتیجه؟ مگه آزمایش پیدا نشد نتیجه کالبدشکافی؟ میگه چرا، نتیجه کالبدشکافی اومده و هنوز معلوم. این آقای دهباشی هم خیلی آدم جالبیه. سالها پیش وقتی اومد اینجا توسط یه دوستی که منو میشناخت قرار گذاشتن، ما رفتیم نشستیم توی یک کتابخونه ای و ایشون گفت که من کار تلویزیونی میکنم و اینا. گفتم من خوشحال میشم بیا اینجا انجام بده، مردم حمایتت میکنن، از اون حمایت به ما هم پول بده. و اگه نه من زن و بچه دارم. با بعدن FBI ریخت تو خونه شو، گرفتنشو، از اینجا اخراجش کردن. بعدن مقاله ها و نوشته های آمد، این که میگه من حسین دهباشی هستم، ایشون در حقیقت حسن دهباشیه به نام حسین دهباشی، یا این که میگه من حسنم در حقیقت حسینه. گفتیم بابا حالا حسن و حسین فرقی نمی کنه، برنامه های خوبی رو درست میکنه و چیز میکنه به اصطلاح پخش میکنه و اینا به اسم فکر کنم تاریخ آنلاین داره پخش میشه. خانم شایسته الهامی یک نوشته ای رو در پیوند، قبلا هم دیدید ما اینا رو براتون نشون میدادیم و بعضی وقتا متاسفانه ایشون لینکی که میفرستن بروکن لینکه، کار نمیکنه، ولی امروز صفحه 28 این نشریه دیدگاه، نشریه پیوند به نام دیدگاه یک مقاله نوشتن. این دیدگاه هم آوتلوک میشه یا چشمنداز، چون ما دو تا برنامه داشتیم اینجا قدیما تو تلویزیون، یکی مال خانم زهره رستگار بود به نام آوتلوک و یکی هم مال محمد علی چی خدایا عجیبه ها، فامیلش یادم رفته، اب نداره، من محمد علی آخه ما بهش میگیم، بهش میگیم محمد علی. درسته خانم شایسته الهامی مونترال مقاله اینجا نوشتن به نام دیدگاه، برید توی صفحه payvand.ca، پیوندم وای و اینا ننویسین، اینجا هست payvand.ca، ca برای کالیفرنیا استان، بله محمد علی ابو قداره، ببخشید. صفحه 28ش به تاریخ دیروز 24 مرداد ایشون نوشتن از زمان روی کار آمدن ترامپ به خاطر قوانین ضد انسانی و ضد مهاجرتی او، عده زیادی از افرادی که در سالهای گذشته وضعیت اقامتشان روشن نشده است به کانادا آمده و درخواست پناهندگی میکنند. این پناهندگان اوائل از ملیتهای گوناگون به خصوص عربها بودند که در اثر جنگها دار و ندار خود را از دست داده و به آمریکا پناهنده شده بودند. ولی از هفته گذشته عده زیادی، تقریبا روزانه 250 نفر از مردم اهل هیتی یا همون هایتی ساکن آمریکا به کانادا سرازی شده و به دلیل زبان فرانسه مونترال و کبک را انتخاب کردند. در برنامه خبرهای 4 و 7 اوت دستندرکار قبول شدن پناهندگی این عده را مورد تردید قرار داده و اظهار نظر کردند که امکان ماندن و داشتن اجازه اقامت برای همه نیست، در نتیجه ممکن است افرادی را به هایتی یا هیتی برگردونند. این هیتی و اینها چیز هست، اون یک کشور کوچولوییه که این پایین آمریکا، وقتی شما میرید تو از میامی و اینا نزدیک کوبا هستن و اون دامینیکن ریپابلیک و هیتی به هم چسبیدن. بدبخت یه بار طوفان میاد، یه بار زلزله میاد، بعد یه احمق اینجا هست از این مذهبی‌های مسیحی میگه اینا چون خدا و دین ما رو قبول ندارن براشون چیز میره، چی میگن، زلزله و اینها. سلام خانم نجات، آقای علی ترابی قربونت برم، من تو برنامه هام گفتم یه نفر که میاد اینجا داره برنامه میذاره، داره صحبت میکنه، شما اگه یکی از در وارد شد بهش نمیگی سلام مجید جان،
البته ما ایرانی ها میگیم بله نگاش میکنیم. اینو توی فیسبوک شما وقتی آمد اگه اون چیزی نوشت باید در قسمت پیام های خصوصیش، و الا اینجا میشه آقای علی ترابی آمده نوشته مجید آمد، خانم نجات آمد، اینجوری. بعد یه نفر که میاد نگاه میکنه میبینه علی ترابی 30 بار این زیر چی نوشته، و فیسبوک اجازه نمیده. فیسبوک 3 تا یا 4 تاشو نشون میده. ما باید یاد بگیریم. مثلا یه خانمی دیروز نوشته بود که من یک فیلم بردار فارسی میخوام، و یه آقای نوشته بود من فیلم بردار هستم، فارسی هم هستم، ولی در منطقه شما نیستم. ببینید چقدر آدم باید عزگل باشه. ببخشید البته بعض وقتا آدم خندش هم میگیره. مثلا یه نفر نوشته بود من یه لباس عروس میخوام بفروشم، چون برای خانمم برای خواهرم خریده بودم، شمارش اشتباهه، دیگه مدتش هم گذشته نمیتونم پس بفروشم. بعد یه نفر نوشته بود خب برای من یه زن پیدا کن که من این لباس. آدم هم موقع که کفرش در میاد خندش هم میگیره، ولی نکنید تو رو خدا این کارا. یه نفر که نوشته اینجوری براش تو قسمت مسیج خصوصیش بنویسید که مثلا خانم من 20 ساله اینجا عکاسی میکنم، فیلم برداری میکنم، و این کاری که شما میگید کجا هست، چه روزیه، من ببینم با این تقویمی که اینجا دارم مثلا همون روز من برنامه نداشته باشم. مثلا اگه گفت فردا شب بیا، نه آقا من فردا شب برنامه دارم، میرم به نورمندی فارم رستوران در مریلند نزدیک خونه شازده. بعد اگه گفت شنبه بیا، میگم نمیام شنبه، میخوام برم رستوران سورنتو و برنامه موزیک و رقص و آهنگ اونجا باشم. خب البته هر چیزی نسبیه و هر چیزی یه نرخی داره. اگه گو آقا من میخوام فیلم برداری کنی برای روز شنبه بهت $1000 میدم برای 3 ساعت، به جواد بنایی زنگ میزنم میگم آقا شام برای من بذار کنار، من اول این کار انجام میدم بعدا میام اونجا. در هر صورت دوستان برنامه من اینه، اگه دوست دارید بمونید حمایت کنید، اگر بدتون میاد صبر کنید، شاید یه زمانی خوشتون اومد. خیلی از ماها مثلا از پیازداغ خوشون نمیاد، حالا اگه پیازداغ نباشه اصلا انگار که زندگیمون فلج شده. پس آدم عوض میشه، شاید خدا خواست شما هم آدم شدی، ببخشید عوض شدی، و اگه یه وقتی دیگه شما دیدی خیلی خنگی، عوض شدنی نیست و امکان نداره که به اصطلاح چیز بشی، خب چرا خود تعذیت میکنی؟ برو کسی رو که دوست داری برنامه‌ی اونو نگاه کن، برنامه‌ی اونو حمایت کن. دوستان حمایت یادتون نره. بله یه آقای تو تلگرام به من گفته آقای صوبی در این زمان که فقط 16 امید ما هست چرا شما ایشان را حمایت نمی کنی؟ گفتم برای که بنده ایشان را حمایت کردم دیدم ایشان مرد عمل نیست. بعد گفته بود که بله اتفاقا منم همینو فکر میکنم. گفتم تو که الان گفتی بریم حمایت کنیم، شما خواهی بریم کسی حمایت کنیم که مرد عمل نیست؟ بعد گفت حالا من دوست دارم با شما صحبت کنم. گفتم تشریف بیارید هزینه رو بدید. گفت من تو آلمان هستم پول ندارم. ببینید دوستان تو که طرفدار رضا پهلوی هستی برو یه طرفدار دیگرشو پیدا کن که پول داره، بگو آقا یه تلویزیون پیدا کردم میخوایم بریم اونجا بشیم صدای رضا پهلوی. دروغ میگید. من به این آقای مرتضی آقا محمدی گفتم دروغ میگی آقا، میگی پول ندارم. پول نداری برو دم متروی شهرتون وایسا به مردم بگو که من احتیاج به $1 دارم، هر چی پول بهت دادن تو 3 ساعت من به من اگه $3 دادی من بهت میگم. دروغ میگیم مثل آب روان، مثل آب خوردن دروغ میگیم. دوستان ساعت 2:58 است، میریم به سراغ اسکایپ و بریم ببینیم که این دوستمون چی میگه. خب شاه اللهی ها دزد و ساواکی اکثرا بد سابقه بد دهن نمیدونم چی، همین گربه سیاه که به حرفشون بارون. آها گفت صوفی عزیز تو برو دکتر برای گلو. نه آقا رفتم، مسئله از این چیزا گذشته. ما الحمدلله لوزه که نداریم، همون سالهایی که جوان بودیم لوزه رو از دست دادیم و چشم. اتفاقا برای این سرفه و اینا هفته پیش رفتم از قفسه سینه هم عکس گرفت اون دکترم، با وجود که جوان تر از من بود، گفت آقا اصلا ماشاءالله آفرین. گفتم ماشاءالله خیلی. اینجا وقتی میخوام بگن یه چیزی خیلی تمیزه میگن مثل لوله توپ، لوله تفنگ. هیچ وقت لوله توپ و تفنگ و اینا دیدی تمیزه؟ البته تمیزش میکنن که یه وقت تو فشنگ توش گیر نکنه منفجر بشه تو صورت خودشون. اینم از این. راه اندازی پارلمان زنان در شهرستانهای استان خراسان رضوی. بریم سراغ این دوستمون و ببینیم که بله تماس گرفتن، ممنون. ببینید سر وقت قشنگ
منظم مرتب، و ایشون کسی نیست به جز آقای فرهمند محمود کلایه یا فرهمند کلایه. همتون قبلا هم من مصاحبه با ایشون داشتم، ایشون رو میشناسید، خیلی فعال هستن همتون. احیانا این آخرین برنامه‌ای که با دوستانشون رفته بودن کنگره و عکس‌هایی که بود پخش شد رو دیدید، هم کسانی که بر علیهشون صحبت کردن هم کسانی که با اینها موافق بودن. حالا ما بهترین رو در این دیدیم که امروز با ایشون سلام و گفتگویی داشته باشیم، حال احوالی بهشون خوش آمد بگیم و ببینیم که ایشون برنامهش چیه، هدفش چیه. اگر شما با هدفهای ایشون موافقید، لازم هم نیست یکایکیش رو موافق باشید. خیلی ها میگن وجوه مشترک رو پیدا کنیم، اینم مثل این میمونه. شما ببین یه قطار که داره میره، این همه مسافر داخلشه، همشون که نمیخوان برن آخرش، یکی وینا پیاده میشه، یکی کورت هاوس پیاده میشه، یکی یه جای دیگه پیاده میشه، ولی فعلا از این قطار چون وجه مشترکشون استفاده میکنه. من بیش از این مزاحمت نمیشم و از آقای فرهمند عزیز خواهش میکنم که یه مقداری راجع به خودشون بگن، احیانا دوستانی که ایشون رو نمیشناسن آشنا بشن باشون و بگن که الان هدفشون چیه. ایشون یکی از کسایی هست که برای من قابل احترامه، برای که میگه من مردم 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 و از مردم بالاتر جوانها. این شما و اینم آقای فرهمند کلایه، بفرمایید با شما هست. درود به شما جناب صوفی و درود به بینندگان شما و هموطنان عزیزم به همه جا به ویژه در ایران. من فرهمند کلایه از پنسیلوانیا با شما تماس میگم. خیلی خوشحالم که در حضورتون هستم. من کاملا تمام دیدگاه شخصی ما، یه جهانبینی شخصی ما، شخصیت ما رو به صلاح فرم میده، شکل میده. و دیدگاه من این هست که ما متاسفانه میلیون ها نفر در خارج از کشور شد، نزدیک 7 میلیون نفر در خارج از کشور هستیم و شاید نزدیک به 80 میلیون در ایران، همه درگیر یک چالش خیلی بزرگ تاریخی هستیم برای آزاد کردن کشور. ولی بزرگترین چالش شخصیمون اینه که از که نمیدونیم و تشخیص نمیدیم که خودمون به عنوان یک شخص چه کار میتونیم بکنیم. و شرکت من و هماهنگی جلسه در کنگره آمریکا خیلی ساده انجام شد، ولی افراد خیلی جالب و فعالی اومدن و سخنرانی کردن، یه راهکارهای خیلی خیلی عملی رو پیشنهاد کردن. و دلیلش هم ارزامن این نبود که ما به اصطلاح دولت آمریکا رو بخوایم متقاعد بکنیم برای انجام کاری. ما میخواستیم از اون جایگاه استفاده بکنیم برای جلب توجه مردم ایران و چه در خارج در داخل، و به اونها یک پیام خیلی ساده بدیم. و پیام ساده این بود که ما هنوز با وجود این همه سالها و این همه ظلمها هنوز کنار شما هستیم و میخواییم صدای شما رو منعکس کنیم در جهان. یعنی از اونجا یک اصطلاح یک استفاده استراتژیک کردیم که در اهرم‌های فشار رو روی جمهوری اسلامی بگذاریم و به اونها هم بگیم که ما اینجا تنها و بیکار نمیشینیم و ما فعال خواهیم بود تا زمانی که ایران آزاد بشه. بسیار ممنونم. و قسمتی که من با شما اختلاف دارم و حتی از آقای رضا پهلوی هم ایراد گرفتم و بارها گفتم که اگر انگلیس و آمریکا پدر بزرگ من و پدر من رو اینجوری اذیت کرده بودن و اینها، من هیچ وقت پامو نمیذاشتم تو این دوتا کشور. و اقلا فرانسه، مثلا ایشونی که فرانسه رو از زبان مادری بهتر صحبت میکنه، از اونجا اقدام میکردم، به شما هم همین ایراد گرفتم. چجوری شما انتظار دارید آمریکا بیاد به ما کمک کن؟ و جالب اینه که شما میگید که خب بالاخره اینا هم دنبال سلف اینترست هستن، دنبال منافع خودشون هستن. و من و شما میدونیم اگر ما احتیاج داشته باشیم، من میخوام یه بیزینس باز کنم، چون شما بیزینس موفقی دارید بهتون میگم، وقتی میرم بانک میگه باشه ما این پول رو بهت میدیم، ولی چون اینو میخوای در راهی بذاری که پول در بیاری، مثل خونه نیست بهت 3% بدیم،
14% اینترست ازت میگیریم، 10% 12%، بعد تو مثلا با خونت هم گرو بذاری اینها، احتمال 99% اگه آقای تیلرسون، آقای اوبام، آقای ترامپ یا هر کسی، همون کانگرسمن بیاد و به شما بگه که من میرم صحبت میکنم چون منافع خودمونم هست، خب بعد از شما میخواد که برای این منافع به اینا یه امتیازاتی بدید. آیا اینا رو قبلا باهاشون طی میکنید یا بعد یه دفعه میبینیم که کلاه بزرگی رفته سرمون؟ مسلما همه احتمالات هست، ولی ما الان، شما الان قدم دهم هستیم، ما حتی قدم اول رو هم بر نداشتیم. این یه حرکت خیلی جنینی بود برای اینکه نخبگان و فعالین خیلی صادق پا به پیش بذارن و بیان در اونجا سخنرانی بکنن و یه کارهای خیلی عملی رو ارائه بدن برای هموطنان ما در داخل ایران، که بگیم که ما هستیم و ما حرکت خواهیم کرد و ساکت نخواهیم نشست. من گفتم ما به هیچ کس نمیتونیم توقع داشته باشیم مگر اینکه خودمان. من یک مثال همدانی هست، میگه که گوشت رون خودت رو بخور ولی منت قصاب رو نکش. ما اتفاقا به این خیلی معتقدیم و انتظاری از هیچ کس نباید داشت ولی خودمون. ولی ما از اونجا، از اون جایگاه استفاده استراتژیک کردیم که به مردم ایران صدامون رو برسونیم، چون اهرم‌های فشار، تنها اهرم‌های فشاری که در دست ما هست، یکی از میدیا، یکی از جایگاه‌هایی که میشه صدای خود رو به مردم شریف ایران رسوند. و صدای من الان از طریق شما نمیدونم به چند نفر میرسه، ولی میخواهم اونها رو متقاعد بکنم که هر کدام ما اگر قبول مسئولیت بکنیم که تنها کسی که میتونه سرنوشت ما رو تعیین کنه خود ما هستیم، قدم های خیلی کوچک از امروز شروع بکنیم برای بهبودی وضعیت خودمون. وقتی که این بهبودی به صلاح عمومی بشه، کشور ما آزاد میشه. ولی اگر تماما روی شمشیرمون رو بکنیم و بهانه بگیریم برای کوبیدن افراد دیگر، مثل شما، من الان نیم ساعت به برنامه گوش میکردم، متاسفانه شما کاملا خیلی اشتباهات خیلی کوچک و بی‌اهمیت رو خیلی ماکرو منیج میکنید، خیلی میخواییم همه رو تحصیل بکنید و این درست نیست. ما همه جایز الخطاییم، ولی اینکه ما از یک پایگاه مثل تلویزیون استفاده بکنیم و روحیه مردم رو به یک بار منفی بگذاریم، به نظر من درست نیست. من تمام زندگیم رو بر اساس یک دیدگاه مثبت و یک جهانبینی دیگری استوار کردم و کاملا بر این معتقدم که ما باید یا قسمت راه حل باشیم یا 100% قسمت یک مشکل هست و صورت مسئله رو و معادله رو باید ساده کرد. جناب سربی، همونطور که دیروز از شما به اصطلاح قدردانی کردم برای انجام برنامه خیلی جالبی که داشتید با آقای انصاری، از لحاظ نه محتوا بلکه از طریقی که خودتون رو و اینتراکشنی که داشتیم با آقای انصاری جالب بود و من معتقدم که شما الان یک مسئولیت خاصی رو دارید و باید توجهتون رو بذارید روی راه حل‌های مثبت و توجه به جوانان. ما باید از این پایگاه استفاده کنیم برای آوردن جوانان و اگر من هم فرصت داشته باشم با شما همکاری بکنم کاملا تاثیر خواهد بود. من با شما ممنونم. حل مسئله صحبت کنیم و معادله رو کم ساده تر بکنیم و از ماکرو منیج کردن افراد و اشتباهات خیلی کوچک پرهیز کنیم و خیلی حرفه‌ای عمل بکنیم. بسیار ممنونم از شما. ولی شما میدونید که مثلا چون شما پنسیلوانیا زندگی میکنید، پنسیلوانیا جایی که اصلا به اصطلاح شروع دموکراسی آمریکا و ایناست و میدونید که تلویزیون‌های آمریکایی اصلا روششون اینه که یه سری هستن مشکلات کوچیکو به قول خودشون بزرگ میکنن تا مردم بهش توجه کنن و مسئولین بهش توجه کنن. یه سری هستن برنامه‌هایی دارن که فقط در جهت آموزش یا در جهت تبلیغ و پروپاگاندا و اون چیزای حزب خودشون. متاسفانه من، شما اولین نفر نیستید، آقای رضا پیرامون از ایشون 50 سال خبرنگاره، میاد به من میگه آقای سربی چرا راجع به این موضوع صحبت میکنی، راجع به اون موضوع صحبت کن.
ببینید من یه برنامه دارم، برنامه خودمه، ولی اگه شما یه روزی به من بگی سوربی من میخوام که یه روزی از من دعوت کردن تو مراسم بزرگداشت مصدق صحبت کنم، خب حتما وقتی من میرم اونجا از اون صاحب مجلس میپرسم که درباره چی صحبت کنم. اینشون میگه که به وجود آمدن حرکت نمیدونم ملی شدن نفت این و می، یعنی شما توجه کنید ما یکی داریم تهیه کننده است، یکی داریم مجری برنامه است، یکی داریم ریپورتر یا گزارشگره که اینجا داریم به میگن این ژورنالیست، این انکر، این پرودوسر. ما ایرانی ها یه سیستم رادیو تلویزیون یاد گرفتیم دولتی، اونم یه کسی حقوق بگیره، یکیش بیاد خبر بخونه بره، یکیش بیاد برامون نمایش و رقص و آواز باشه بره. و نداشتیم تو ایران. شما یک برنامه من بگو که طرف می اومده دیدگاه های خودش رو بگه. آقا جون این دیدگاه منه، منی که 32 سال پیش در آلمان تو سرمای زمستون، حالا امروز به شما میگم آقا من کفش مناسبی هم نداشتم، همیشه پام یخ میکرد، میرفتم دنبال کار آقای رضا پهلوی، وقتی آمدم اینجا دیدم این آقا اون چیزی که من میخوام نیست. شما میگی من اجازه ندارم نظرم رو عوض کنم؟ من اینو دارم میگم، شما مختارید هر گونه. در آمریکا که یکی از خوبیاش اینه که فرست امندمنت آزادید که هر چی که خواستید بگید، هیچ کس جلودار شما نخواهد بود. ولی من معتقدم که اگر ما یک تلویزیونی هستیم به نام تلویزیون مردم، و یکی از دلایلی که من شرکت کردم به خاطر همین اسم این تلویزیون هست که خیلی برای من خودم یک تصمیم گرفتم از لحاظ حرکت و یا فعالیت سیاسی، فقط خط مردم رو نگه دارن، برای اینکه هر کسی مسئولیت و جایگاه خودش رو پیدا خواهد کرد. و بنابراین شما یک رساله، یک مسئولیت خاصی دارید برای آگاه کردن مردم، که تا خیلی در اون چی که من در نظر گرفتم جالب بوده کارتون. در اینکه ما بیایم در جایی که هزاران نفر به دار کشیده میشن در خیابان‌های ایران، مردم شلاق میخورن و 80 میلیون نفر در گروگان یک سری آخوند هستن، ما بیایم به یک شخصی که به صلاح با تمام وجودش میخواد کشور رو آزاد بکنه، به هر صورت یک انسان هست، یک انسان آزادی خواه، بیایم تمام توجهمون رو بذاریم به اون سمت، یکم این یکم بالانسش متاسفانه و آپتیکش خوب نیست. این از دیدگاه افراد نشون میده که شما یک نظر شخصی، یک کینه شخصی دارید که دارید حسابتون رو برابر میکنید. به نظر من تعادل رو باید رعایت کرد، و الان امروز ما یک مسئولیت خیلی حساس تاریخی داریم، مخصوصا شما که شنوندگان بسیاری میتونید داشته باشید، ولی به توجه به سوالات و جوانان، ما نسل جوان الان صداش شنیده نمیشه. شما تلویزیون دقت بکنید ببینید که در تلویزیون های کالیفرنیا همین چند روز پیش تعدادی از این سازمان ها دور هم جمع شدن، شاید 4 یا 5 سازمان حزب مشروطه یا رنسانس یا گروهای ما هستیم، همه اینها دور هم جمع شدن. من در تلویزیون یا ویدیو ندیدم افراد جوان. برای من اونها محور اصلی و کننده کار هستن، و اونها هستن که با راهکار به ما نشون بدن، نه اینکه ما اینجا نسخه بپیچیم. ولی تاکید میکنم که شما یک مسئولیت خیلی خاصی دارید، و باید از حملات شخصی و کینه توزی شخصی، از اون باکس همه ما باید تعبیر پیدا بکنیم، همه ما باید بیایم تو تیک لیپ، از اون باکس خودمون بیایم بیرون و بریم تو یک محبته که بتونیم با هم کار بکنیم، و ادبیات خودمون هم باید عوض بکنیم و باید دیدگاهمون رو به سمت راه حل ببریم، نه اینکه همیشه این چیزهای بارهای منفی رو اضافه کنیم به روی دوش ملت شریف ایران. آقای کلایه، آفتاب آمد دلیل آفتاب، این آقای فرزاد عزیزی میگم ازش که ازش میخوام که بعدن با شما تماس بگیره، ایشون آمدند اینجا و اولین روزی هم که آمدن گفتن آقا من طرفدار رضا پهلوی و پادشاهی و اینا هستم، اشکالی نداره؟ گفتم نه. خب آمد 5 تا برنامه گذاشت، بعد گفت آقا من پول ندارم، من از جیب خودم با این وضع و شرایط مشکل دارم هزینه میکنم.
خب شماها چرا نمیان؟ همون برنامه رو که شما میگید من دیدم توی رستورانی یه عده، ببخشید حالا شما میگید آدم باید مواظب ادبیاتش باشه، ولی من اتفاقا فکر کنم باید خیلی خودمونی و خیلی روک اوپن کژوال صحبت کنیم. یه عده پیروپاتال به قول من و شما یا به قول من اونجا جمع شدن و یکی از اونها آقای رافی خاچاتوریان بود. شما این ویدیو رو نگاه کنید، از اول تا آخر ایشون سرش پایین بود و داشت خوراک میخورد و اون زیر همه نوشته بودن آقا چقدر نشخوار میکنی، در صورتی که هم من هم شما توی میتینگ های شرکت کردیم، موقع نهار میان بیرون نهارشون رو میخورن، دستشویشون رو میرن، چایشون رو میخورن، دوباره برمیگردن جلسه توی اتاقهای مختلف و یکی که صحبت میکنه یکی صدای قاشق چنگال و هی دلنگ دلنگ در نمیاره. شما با این آقای فرزاد عزیزی تماس بگیرید. ببینید این جوان، وقتی میگم جوان نسبیه دیگه، به نسبت من خیلی جوانه، ببینید چقدر تجربه داره، با این صحبت کنید، روزی 2 ساعت، روزی 3 ساعت، روزی 20 ساعت در تلویزیون مردم برنامه های خودتونه بذارید. آقای رضا پهلوی دیگه به جایی رسیده که فخرآور بهش میگه شما با یه آیدی اینستاگرام میشینی تو اتاق با لپتاپ. خب چرا فخرآور عوض شد؟ برای که آقای رضا پهلوی نمیتونه اون قسمتی که باید به اصطلاح پابلیک ریلیشن و ریکروتینگ رو نداره. چرا دور آقای رضا پهلوی هم یه عده پیروپاتال جمع شدن، تیمسار اویسی سرهنگ فلانی، اینجوریه، تعارف که نداریم. حالا من میتونم به اینا احترام بذارم، احترام من دروغین خواهد بود چون من احترامی به اینا ندارم. من احترام میذارم به اون جوونی که شما دنبالش میگردی، احترام میذارم به آقای فرزاد عزیزی. ولی بهتون گفتم یه نفر دیگه از آلمان تماس گرفته، طرفدار آقای رضا پهلویه، میگه آقا من برنامه میخوام. میگم خب بیا برنامه بگی، پول هزینه کن. میگه من پول ندارم. خب اینا رو شما حمایت کنید، اینا رو شما الحمدلله وضعتون خوبه، اینا رو حمایت کنید، بیان برنامه بذارن تو این تلویزیون، نه تو تلویزیونای دیگه. یاد بگیریم چجوری گراس روت موومنت به وجود بیاری. از آقای رضا پهلوی سوال کنید، شما دفترتو باز کن ببینم چند نفر طرفدارتو هستن. این برنامه‌ای که یه سری بیان با اسم مستعار پول بدن، آقا شورای ملی چی شد؟ آقا تلویزیون نمیدونم فلان چی شد برای آزادی ایران؟ هی 500,000 دلار جمع کنن، هی آقای دورمانی هم بیاد تبلیغ بیزینس خودشو بکنه، 100,000 دلار دادم، 50,000 دلار دادم. خب که چی؟ من ناراحتم، من عصبانی هستم و الان من خصومت شخصی ندارم. آقا من الان تو تلویزیون میگم، بارها هم بیننده من شنیدم، من اگه آقای رضا پهلوی رو یه جایی ببینم توی مهمونی، دیوانه نیستم که بهشون حمله کنم، که وای میشیم با هم یه آبجو هم میخوریم. ولی وقتی میاد تو نشنال پرس کلاب، بنده برای شما ویدیوشو میفرستم، یقه ایشونو میگیرم، میگم آقا شما 20 سال پیش سوگند یاد کردی. آقای کلایه، شما اگه به یه شرکتی گفتید الان همین جایی که من و شما هستیم و مریلند، ببخشید دلیور فکر کنم، 2 هفته پیش یه شرکتی رفت یه کاری رو انجام بده، برق اون منطقه رو قطع کرد، نمیدونم شما شنیدید یا نه، الان پدرشو میخوان در بیارن. آقا شما گفتی میام این کارو انجام بدم، اینو درست میکنم، زدی خراب کردی. من که رستوران داشتم بیزینسم از بین رفته، من که نمیدونم شرکت ماشین داشتم بیزینسم از بین رفته. مردم مسئولن در قبال گفته هاشون، ایشون نباید مسئول باشه؟ بگه نیستم، بگه مادرم منو مجبور کرد، بگه اشتباه کردم، بگه جوون بودم، هیچی نمیگه. مردم رو ببخشید در استخون شکسته گذاشته تو زخم، این دردو من کشیدم چون دستم شکسته میدونم. وقتی شما رو میندازه آقای کلایه میخنده. از موضوع خارج نشو. بله بله. اولا تمام شما یک کم بیا وسط، بیا یک کم وسط کلایه جان، بیا یک آها به اینجا نگاه کن، به دوربین ببخشید. بهتره؟ بله بله، نگاه کنید به این دوربین، به این ور سمت راست تقریبا. آره اینجا بفرم. آره آره اینجا. شما اصلا پرسید که در چه موضوعی میخوایم صحبت بکنیم. مسئولیت شخصی که محور فکر من هست در تمام ذهن من در متمرکزه امروزه مسئولیت شخصی است. و چرا که من اگر ما وقتی که به دنیا میایم و رشد میکنیم و یا انسان بالغی میشیم، تا وقتی که مسئولیت شخصی خودمون رو نفهمیم و درک نکنیم و در قبال رسیدن به اهدافمون عمل نکنیم، در حقیقت در زندگیمون بیهوده خواهد گذشت و شکست میخوره. این خیلی هم در مورد یک شخص مطرحه، هم در مورد یک ملت.
ولی برای انجام هر حل هر معادله ای اولا معادله رو باید ساده کرد و دوما برای اون باید به راه حل اندیشید، چون که شما در نمیدونم چند سال فعالیت میکنید در تلویزیون و در فعالیت سیاسیتون، در حقیقت باید دید که شما اکثریت این وقت رو برای کوبیدن شخص رضا پهلوی مصرف کردید و این انرژی زیاد و توانا رو در یک کانال ریختید که در حقیقت به جایی نرسیده. شما هم در حقیقت به هدف اصلیتون نرسیدید که هدف اصلیتون شما باید ذکر کردید که بر شما بر علیه رژیم جمهوری اسلامی که یک دیکتاتوری مذهبی هست هستید. اگر بر علیه اون هستید باید اکثریت گفتمان ها بر محور اون باشه، ولی من میبینم که اون نیست. در حقیقت باید دوباره این مسئله رو بشکافیم که ببینیم که اولویت های ما چه شخصی چه سازمانی چه گروهی چی هست و مشکلی که الان نسل قدیم داره این هست که نسل جوان نمیپیونده به این گفتمان قدیمی و یک گفتمان جدیدی رو مطرح کرد با یک شرایط با شرایط زمان و این خیلی مسئله مهمی است. من با شما 100% موافقم و شما گفتید که امروز اگه بتونیم بیشتر در رابطه با مسئولیت شخصی صحبت کنیم بهتر میشه. من ساکت میشم، میکروفون در اختیار شما، در این قسمت یه مقداری صحبت کنید. من صفحه فیسبوک شما رو نشون دادم، دوستان تماس بگیرید. اونایی که از سمنان، از یزد، از گیلان برای من مینویسید که آقا چرا تلویزیون مردم رو ماهواره نیست و اینها، با آقای کلایه تماس بگیرید، شاید ایشون این کار رو انجام بده. ضمناً دوست عزیز، شما که میگی ما که هدفمون اینه که آخوندار رو نشونه بگیریم چرا داریم اینور اونور تیر پرتاب میکنیم، شما تو این چند تا رادیو تلویزیون ایرانی یه تلویزیون، دو تا تلویزیون، سه تا تلویزیون رو اسم ببر که اینا کاری کردن که مورد تایید شماست. من خیلی به ندرت، من از اصالت شما خوشم میاد، یعنی از سیر بودن کارتون درسته، یعنی که از لحاظ این که خودمانی و پیشلی پیله، یعنی من خودم هم همینجوری هستم و این میتونه یه برنامه خیلی جالبی باشه در دراز مدت و تمام افرادی که از این طریق از کانال شما یا از کانال دیگه بیان بخوان این حرکت جدیدی رو شروع بکنن، من کاملا در همین مسیر با شما همکاری خواهم کرد، در این شکی نیست. ولی میگم که ما تا خودمون هر کدام از ما از باکس، از اون جعبه خودمون بیرون نیام و یک تحولی در خودمون ایجاد نکنیم، تحولی در هیچ جا ایجاد نمیشه و تحولات ملی و جنبش های ملی تنها در جای موفقیت میشه که نه تمام مردم در یک لحظه، ولی بیشتر مردم در یک تحولی با هم همگن و همجنس و هم به اصطلاح در یک مسیری قدم برمیدارن و ما تا این آگاهی رو ایجاد نکنیم میتونیم. شما دیروز فکر خیلی جالبی داشتید، گفتید که از این مردم تیوی شاید یه حرکتی شروع بشه، یک نهضتی شروع بشه، میشه و با این نوع به اصطلاح حرکت ها واقعا یک حرکت طبیعی ممکن ایجاد بشه. همین آقای افشین عزیزی یا فرزاد عزیزی که شما تقدیم میکنید، ما اگر با هم دید هم بیایم و به اصطلاح منابع فکری مالی و انسانی خودمون رو یک کاسه بکنیم، شاید بتونیم به این پایگاه هم تقویت بکنیم و بتونیم به شما یک حمایتی بدیم که بتونید در یک مسیری بازتر و بیشتر ملیتر قدم برداریم با هم. بسیار ممنونم. ولی سوال این مسئولیت شخصی، این رو آقای گاندی هم گفته که اگر انتظار تغییر مملکت و جامعه و اینها رو دارید باید اون تغییر از خودتون آغاز بشه و خیلی خوشحالم که شما هم فلسفتون اینه. من همون جوری که دیروز به شما گفتم، چون من برنامه‌های تلویزیون رو، شما چون سوال کردی بهتون میگم، من 20 سال پیش از یک برنامه روز شنبه، شنبه بازار، خنده و شوخی و جوک شروع کردیم. متاسفانه
تمام برنامه‌های ایرانی به سیاسی کشیده میشه و من اصلا نه سیاسی بودم نه فعالیت سیاسی کردم. روزی که بعد از یک سال توی اون برنامه رادیو تلویزیون تصمیم گرفتم خب برم به یک جایی بپیوندم، نشستم مطالعه کردم یکی یکی اینهایی که وجود دارن، مجاهدین که من اهل کشت و کشتار نیستم و کارهایی که کردن موافق نیستم، ول کردم، رسیدم به جبهه ملی. گفتیم آقا این دیگه جبهه است، چپ و راست نیست، کسی نمیگه شما کمونیستی، کسی نمیگه شما راست و تندرو هستی. آقا چشمت روز بعد نبینه. ما یه 6 جلسه ای رفتیم اونجا دیدیم بابا اینا چه جبهه‌ای چه ملی. اصلا دو قسمت شد، مریلند جدا شد، ویرجینیا شد جدا شد. ولی حالا شما با اون دوستانتون، با اون آقای فضائل عزیزم، با آقای سینا دبستانی، با دیگرانی که من اسمشون رو اینجا حالا یادم نیست، با همین آقای فرزاد عزیزی که الان روی فیسبوک هست، فیسبوک شما رو من نشون دادم، دوستان با هم در تماس باشید، تماس بگیرید، بیاین نه این تلویزیون، حتی یه تلویزیون دیگر رو راه اندازی کنید، من کمک میکنم راه بندازید، یه موومنت ایجاد کنید، روش صحیح ببینید چجوری نیرو باید جمع کنید. از این که من امروز بیام، حالا اسم نمیبرم چون اگه اسم برم شما میگید داری رضا پهلوی رو میکوبی، بگم که خبرهایی هست که من تا دو سه ماه دیگه بهتون میگم این مردم رو دلخوش کردن، اون وقت میشیم آقای حخا، اون وقت میشیم آقای فولادوند، اون وقت میشیم آقای شایان کاویانی، اون وقت میشیم آقای حمیدرضا چیز بود، این از ایران اومده بود مأمور جمهوری اسلامی، نمیدونم شوهر دخت خواهر رفسنجانی، میشیم اینها. مردم اعتمادشون از دست دادن و خیلی خوشحالم که شما سوالی رو که من کردم گفتید من اصلا نمیشناسم تلویزیونی رو که در راهی قدم گذاشته باشه که اتحاد باشه، به اصطلاح اتفاق باشه. و آقا این گویا این میدان شما تشریف بیارید بفرمایید. عرض کردم خدمتتون من افراد خیلی میشناسم که مثل همین آقای شهرام همایون که در حقیقت از لحاظ مالی کاملا وابسته به حرکت‌ها و گفتمان سیاسی خودش هست و در صدر مجلس میشینه، در حقیقت ایشون باید در دم در باشه، چون ایشون من معتقدم تمام کسانی که در این برهه حساس تاریخی برای ایران فعالیت سیاسی مدنی یا انسانی دارن باید از هر گونه وابستگی مالی از اون مبرا باشن. این اولین محک برای من، من برای شخص شما احترام قائلم، چون تمام تقریبا تعداد مقدار زیادی از زندگیتون به این به صلاح حرکت گذاشتید و انتظار و چشم بشه مالیتون خیلی خیلی کم هست، ولی ما باید این گوی رو از دست شما بگیریم و بتونیم یه پایگاهی درست بکنیم که مردم بتونن به هم بپیوندن. بنابراین یکی از محک‌های من برای همکاری با افراد این هست که از لحاظ مالی چگونه این وابستگی‌ها معادله رو چیز بکنه، خیلی به نظر من کامپلکس میکنه و کسانی باید در صدر کار باشن در ایجاد برنامه یا کارهای مشخصی رو اداره بدن که از لحاظ مالی باید حمایت کننده شما باشن، ولی برنامه در دست اونها باشه. بسیار ممنون، هم شما هم دوستان دیگه خیلی خوش آمدن اینجا. آقای رضا پرچیزاده ازش سوال کنید، اولی که از همون ایران آمده بود و این ور اون ور بود، من باهاش چندین مصاحبه کردم، شناخته شده، الان این ور اون ور دست به اصطلاح میتونه صحبت کنه، میتونه قلم بزنه، میتونه بنویسه، اینا رو از دست ندین، اینا امتیازاتیه که میتونن داشته باشن، برنامه هاشون جاهای دیگه در تلویزیون های دیگه بیارید اینجا پخش کنید. تماس و یک مرکزیتی که مردم، این آقایی که الان آمد صحبت کرد کجا میتونن باهاش تماس بگیرن؟ الان آقای علی ترابی که از ترکیه آمده کالیفرنیا مقیم شده و ایشون یکی از دشمنان من بوده به خاطر آقای رضا پهلوی، یه دفعه نشد با سرب داغ بریزیم تو گلوی سربی، بهش میگم آقا چرا سرب داغ، بذارید انتقاد کنم منم، حالا دوست من شده. ایشون الان میگه من با شما هم عقیده هستم. این آقای علی ترابی رو خب دریابید، ایشون با شما هم عقیده است. هر یک نفری ممکنه هزار نفر باشه. ما حرفمون تو جبهه ملی هم این بود، به اینا گفتیم آقا هر هفته که میان یک نفر جدید بیاری، نه اینکه بهش بگید آقا اقتداری من هفته دیگه میام دنبال شما که با یه ماشین بیان،
نه آقا بگو من میرم دو نفر دیگر میارم، سه نفر دیگر میارم. دقیقا من تمام فعالیت هم بر اساس این هست که چهره جدید که پیامی برای گفتن دارن و به صلاح این صف اول مبارزین فعال سیاسی چه مدنی یا حقوق بشری رو از این افراد تشکیل بدیم که با صداقت و بدون چشم داشت مالی در رأس کار باشن. و این حرکت شروع شده، گفتم به شما در واشنگتن این دفتری خواهد بود و تمام اینها هست و ما یه سازمانی که به صلاح چتری هست و قرنطبایی هست ثبت شده در واشنگتن و تمام اساس و بنیان کار رو ریختیم و برای ما خیلی مهم هست که تمام تمرکز بیشتر تمرکزمون رو افراد نخبه و دانشمند و جامعه شناس و تاریخدان و همه این افراد در جایگاه خودشون بیان کمک بکنن برای همفکری، همیاری و برای بیداری افکار و اذهان عمومی در ایران و اینکه چطور ما میتونیم این اعتماد ملی رو دوباره در میان جوانان ایران به وجود بیاریم که اون جرأت و شهامت رو در دلشون باشه و اعتماد بکنن که در نهایت امیدی خواهد بود و اونها تنها نیستن. این تنها پیام من هست و امیدوارم که بتونیم با همکاری با شما افرادی که در از کانال شما الان دارن دستشون رو دراز میکنن برای همکاری بتونیم به صلاح یک حرکت جالبی وجود بیاد و گفتم الان پتانسیل خیلی زیادی بود در کالیفرنیا در شاید در 30 یا 40 سال گذشته، ولی اون پتانسیل متاسفانه در یک آب روان نبود، یک مثل یک برکه بود که مانده و اینها الان من متوجه شدم در چند وقت پیش در تلویزیون ها روی هم پرخاش میکردن به هم تهمت میزدن و این نشان دهنده اینه که در کالیفرنیا یک کلمه هست به نام کالیفرنیکیشن آف اپوزیسیون موفق نخواهد شد و ما الان باید فکری بکنیم و افراد و فعالین تازه با پیامی تازه با فکری بکر رو به صلاح در یک نهاد یک سازمان قرار بدیم که بتونن فعالیت بکنن و ارتباط پیدا بکنن با مردم داخل ایران. بسیار ممنونم. شما گفتید که یک شرکتی رو تأسیس کردید، نمیخوام الان اسمشو بگید، اگر لطف کنید بعدن هر وقت که آماده شد و اینها روی فیسبوکتون بنویسید، احتمالا برای ما هم به اصطلاح به صورت مسیج یا تگ بفرستید، ما اینها رو هم از اینجا خواهیم گفت و همونجوری که قبلا هم گفتم، هر روز هم در برنامه هم گفتم و شما هم گوشزد کردین که تلویزیون مردم، همه میتونن با همه نظرات مختلف بیان درش صحبت کنن، از مردم، با مردم و برای مردم، و به شما هم این رو نشون خواهیم داشت که دقیقاً این تیوی مردم خوب، اون چیزی که من مثبت ببینم از مردم تیوی این هست که این هایت پارک میمونه و مردم میتونن به اصطلاح اون چیزی که در ذهنشون هست بگن و خیلی راحت بدون اینکه یه اسکریپت یا کلمه خاصی رو بخوان دنبال بکنن یا افکار خاصی. این یکی از چیزهای مثبت است. ولی الان ما در یک به اصطلاح چهارراهی واقع شدیم جناب صوبی که باید از تمام نیروها و توانمندی‌های شخصی خودمون استفاده کنیم برای یافتن راه حل از این جهنمی که این آخوندها درست کردن. و این برای من خیلی حائز اهمیت هست که این پیام رو بتونیم در یک مسیر، این انرژی رو در یک مسیر بذاریم که همیهنها همدیگر رو پیدا بکنیم و امیدوارم که بتونیم این همکاری بیشتر گسترده تر بکنیم برای حتی حمایت از تلویزیون شما. من هم از شما ممنونم، خیلی خوشحال شدم که یه بار دیگه با شما صحبت کردم. واشنگتن اگه آمدید حتما تماس بگیرید با هم باشیم یا حتی بیاین اینجا با مردم صحبت کنید، تلفن ها رو هم میتونیم باز کنیم باهاشون مستقیم صحبت کنید. دوستان عزیز لطف کنید با آقای فرهمند کلایه از طریق فیسبوک که الان صفحهشو بهتون نشون میدم تماس بگیرید، اگرم مشکلی بود با تلفنی که روی صفحه ما بود تماس بگیرید، پیام بذارید، پیام های شما رو برای ایشون میفرستم، ایمیل بفرستید و الی آخر. خیلی ممنون که باز هم مهمان برنامه ما بودید، به امید دیدار شما و به امید روزهای بهتر. خیلی متشکرم، درود به شما. خیلی ممنون. دوستان عزیز دیدید و خیلی خوشحالم که آقای کلایه هم گفتن که تلویزیون مردم همین حسنش اینه که
مثل هایت پارک که میتونن هر کسی بیان درش صحبت کنن و درش صحبت کنن و آزاد باشن. من بپرسید از آقای جوزف هر روز وقتی برای ایشون نوشتم که این مشخصات و اینجوری با هم صحبت میکنیم اینها، نوشتم ضمناً ما اینجا هیچ خط قرمزی هم نداریم. شما نمیدونید وقتی که میخواین برین توی تلویزیون یه کاغذ میدن دستتون، راجع به این صحبت نکنید، راجع به این آقا صحبت نکنید، از این یکی اسم نبرید، این به ما پول میده، این آگهی مبل میده، این دکتر نمیدونم آگهی جراحی میده، اون یکی خانم آگهی تور مسافرتی میده. شما خبر ندارید. اگه میخواین با خبر بشید، دوستانی که طرفدار آقای رضا پهلوی هستید، براتون یه قسمتی رو پیدا میکنم روز جمعه بهتون نشون میدم که آقای رضا پهلوی میگه این تلویزیون های فکستنی لس آنجلس. خب آقای رضا پهلوی، شما که همش از این تلویزیون به اون تلویزیون به اون تلویزیون بودی، حالا که امروز اینستاگرامت باز شده میتونی بشینی با اینستاگرام صحبت کنی، تلویزیون ها شدن فکستنی. اشکال آقای رضا پهلوی همینه. آقای کلایه، ایشون یک دوست برای خودش نگه نداشته. شما اگر باهاش دوستی، هر چی باهاش نزدیکتر بشی اشکالاشو بیشتر میفهمی، اون وقت ازش دور میشی. شاید دلیل دوستی شما اینه که دوری و دوستیه. شما پنسیلوانیا هستید، ایشون مریلنده. خود من تا موقعی که دور بودم آواز دهل شنیدن از دور خوش بود، همچنین که نزدیک شدم گوشام دیگه چی شد؟ کر شد، سرم سرسام گرفت، برای که دیدم ای بابا، فکر بانک باز کردن، فکر شرکت نفتی باز کردن، فکر شکایت عمه، فکر پول گرفتن از شاه ملک حسن. حالا مثلا اگه بگیم شاه حسن، یه دفعه طرف میگه شاه حسن که ملک حسن مال مراکش، فکر پول گرفتن از عربا، اینا دیدیم آقا این کسی که میخواد بره ایران و اینها این کارا رو نمیکنه. نشون داد که من نمیخوام برم و شماها باید بفهمید که من نمیخوام برم. من به نظر خودم فهمیدم، آمدم کنار. شما میگید من اشتباه کردم، شما بیا جلو به مردم ثابت کن سوربی اشتباه کرد، ما درست میگیم و هنوز به رضا پهلوی امیدی هست. من به دوستان مجاهدم میگم، من آقای فیلاوی دوستم، آقای گلن ترشیزی، غلام ترشیزی دوستم، به اینا میگم شما امید واهی بستید به سازمان مجاهدین، ولی اونا میگن نه هنوز امیدی هست. اونا حرف خودشون میزنن، من حرف خودم رو میزنم. ممنون از شما دوستان عزیز و گرامی و بریم سراغ آقای عادل خراسانی. ایشون لطف کرده و یک سری اینفورمیشن هایی فرستاده که من فکر کردم شاید این اینفورمیشن ها اطلاعات برای شما هم خوب باشه، ببینم که اگه بشه بهتون نشون بدم. دلیلش هم اینه که جدیداً حتما شما هم دیدید که بعضی از وبسایت هایی که تا دیروز میرفتید، تا ماه گذشته میرفتید، امروز وقتی میرید اونجا مینویسه که این کانکشن شما سکیور نیست، شما هم وحشت میکنید، چون نوشته که با صاحب این وبسایت تماس بگیرید و چنان و چنان، و این هیچی نیست به غیر از ماجرای پول گرفتن. و حقیقتش به این وسیله میخوان از ماهایی که وبسایتی داریم و اینها یه پول بیشتری در بیارن، که اینه که مثلا خب ما اگر یک فروشگاه رستورانی داشتیم با غذا و اینها بود، بله اداره بهداشت میاد نگاه میکنه تمیزی اینجا رو فلان و اینها، یه لایسنس هم به شما میده. اگر پمپ بنزین داشتیم اداره مخصوصش میاد پمپ شما رو امتحان میکنه که وقتی میگیم یک گالون به شما یک گالون فروخته باشیم، بعد یک مهر تایید هم میزنه. اگه گوشت بفروشیم اون جایی که مسئول گوشت و اینها هست، اداره نمیدونم مواد خوراکی میاد یه مهری میزنه. ولی اینی که وبسایتی که القاعده و نمیدونم طالبان و داعش وبسایت داره، شما میتونی بری نگاه کنی، ولی وقتی میخوای بیای مردم تیوی رو نگاه کنی یه اسی اضافه کرده. دقت کنید به اون اولی که می‌نویسه HTTP بعدش گذشته S، یعنی حالا سکیور. چه سکیوریتی؟ این همین سکیوریتی نیست که یه دفعه یه بانک بزرگی 2 میلیون مشخصات مردم رو به باد فنا میده؟ این همین سکیوریتی نیست که دیدیم حتی دولت آمریکا نمیتونه به اصطلاح
کنترلش کنه. حالا برای این من به شما نشون میدم یه شرکتی هست که فکر کنم بزرگترین شرکتی باشه که در رابطه با چیز هست، با وبسایت و اینها. ببینم حالا من میتونم اینجا اینا رو هم که ما هر کدومش با یک اسمی مینویسیم بعدن یادمون میره، مثلا این گوددی هست اسمش، گو که یعنی برو، ددی هم یعنی بابا پدر، بله گوددی نات سکیور. من میخوام برای شما بگم که وحشت نکنید اگه اومدید یه تلویزیون ایرانی یه وبسایتی رو دیدید. البته مواظب بودن خیلی خوبه، ولی وحشت کردن که زندگی خودتونو تیره و تار کنید اون فایده نداره. شما نگاه کنید دوستان، من اول این بالا رو بهتون نشون میدم که آدرس رو ببینید. بذار من این به اصطلاح مانیتور رو بذارم فقط برای شما ببینید. دوستان این آدرس رو نگاه کنید، نوشته چی؟ https، این کلمه اس هم دقت کنید، بعد نوشته helpgodaddy.com. حالا اینجا پایین که میای ببینید پایین چی نوشته. یک لحظه با من باشید، ببینید اینجا نوشته که your connection is not secure، یعنی ارتباط شما با این صفحه امن نیست. خب شما هم وحشت میکنید. بعد ببین چی نوشته، مینسه صاحب این وبسایت این صفحه رو درست کانفیگر کردن، یعنی درست ردیف و مرتبش نکرده و improperly. improperly هم یعنی غیر صحیح. حالا کیان اینا؟ قسمت هلپ گوددی. خب شمایی که از سال 2003 تا حالا داری تلویزیون مردم رو میبینی، هیچ وقت نه ویروسی بهت داده، طرف آمده اسمشو نوشته، همه فامیلشو همه چی رو میشناسی، وقتی این میاد باید ببینی چی کار کردی تو چند روز گذشته. ویندوز 7 داشتی رفتی کردی 10، ویندوز 10 یکی از بدترین ویندوها هست. هر کی فکر میکنه من اشتباه میکنم بیاد با هم صحبت کنه. آقای بیل گیت دروغ گفت به مردم، گفت که من یک ویندوی میارم نورم درست نمیکنم، میرم یه دفعه ویندوز 10 از 8، چون 8 افتضاح کرد، 8 هم میشه گفت تقریبا مثل اون ویستا، میدونید بعد از XP رفت سراغ ویستا افتضاح، بعد یه دفعه اومد ویندوز 7. خب بعد شد 8 دوباره خراب. برای چی؟ برای که اومد سیستمای اپل رو کرد توی سیستم ویندوز، بعد گفت خراب کردیم، ما دیگه 9 رو درست نمی کنیم 10 رو درست می کنیم، چون 10 دیگه درست مثل پیغمبرها دیدید که میان میگه آقا اونا رو ولش که اونا بی خود گفتن، اون مال خود زمان خودش بوده، این کتابی که من نوشتم خوبه. ویندوز 10 رو باز کرد گذاشت جلو شما و به شما گفت این یونیورساله. یونیورسال یعنی این با همه چی کار میکنه، یعنی این آچار فرانسه است. اولین روزی که گذاشتیم یه سری از برنامه هامون کار نکرد، گفتیم این برنامه ها، گفت خب برید به برنامه بگید خودشو با این ردیف کنه، چشمتون روزو بد نبینه. 100 ساعت 150 ساعت 200 ساعت هر بیچاره‌ای وقت گذاشته، چون شما وقتی میخواد یه چیز درست کنی وقت نمیذاری که، میری یه دم میبینی شب شده خانمت هم هی صدات میزنه شام نمیدونم بچه ها رفتن خونه بیا ندیدیشون، شما میبینی 8 ساعت رو کامپیوتری. مجموع اینها به این نتیجه رسیدیم که آقا برگردیم به همون ویندوز 7. چی میگفت؟ مرحمت فرموده ما را مس کنید، از طلا بودن ندیدیم خیلی. خلاصه دوستان عزیز بذارید من این آقای این دوستمون این کاری که کرده جالبه که ویندوز 10 و اکسپلورر و ایج رو گفته که شما تو برنامه‌تون گفتید که اکسپلورر رو ورداشتن ولی ور نداشتن. خب عزیز من قایمش کردن، قایمش کرده اون پشت. چرا روزی که شما ویندوز 10 رو باز نکردی یه صفحه نیامد بگه این ویندو اکسپلورر این ویندو ایج کدومشو میخوای؟ اونو قایم کرد گذاشت اونجا، ویندو ایج رو با همون علامت ای فرستاد که شما به اشتباه فکر کنی این اینترنت اکسپلوره. آقا اینا میرن سالها چه عرض کنن میلیون ها دلار خرج میکنن. من ممنونم از خانم شهناز خزایی که وقتی گلوم درد میکرد گفت که هسته های بر بریزید توی آب گرم بذارید، وقتی که این یه حالت لعابی به خودش میگیره اون لعاب رو بخورید.
توی شیراز هم به همین میگفتن بهدونه، و شیرازی ها بعضی ها حتی بهدونه های به حسای به رو توی قوری به اصطلاح گرم میکردن، لعاب میده و اون کارو میکردن، و خیلی از این داروها از همون دوای عطاری و اینها گرفته شده. حالا جالبه، من دارم دنبال این برنامه اسم آقای عادل خراسانی میگردم و تعجب میکنم که ایشون نیستش. عادل خراسانی بله پیدا شد. حالا طرف میگه آقا مگه من گم شده بودم که پیدا شدم؟ ماشاءالله خیلی هم داریم، و من نمیدونم چرا من عکس نگرفتم از اون صفحه‌ای که در رابطه با ایشون هست. در صورت ایشون توضیح داده که آقایون خانما اون ویندوز 10 هم اکسپلورر داخلش هست. یه دوستی به نام مایک که احتمالاً اسم آمریکاییشه، اسم معمولیش هم هر چی ایرانی برام نوشته بود، اون روز نوشته بود که آقای سوربی چی شده، من سایت شما رو نمیتونم بگیرم. براش نوشتم و تو برنامه نشون دادم که آقا اینا هر روز سیستمشون رو عوض میکنن و من و شما دو تا انتخاب داریم، یا مثل آقای رامین پیرامون در ببندیم بگیم رفتم که نرفت دروغ گفت، یا اینکه هی خودمون رو آپ تو دیت کنیم، به روز کنیم، یاد بگیریم، بنویسیم، بریم از دیگران سوال کنیم توی فروم های مختلف، توی جاهایی که مشورت میکنن و الی آخر. من با این سن و سالم که حالا بعضی ها میگن آقا حالا سنی هم نداری، من 61 سالم، باور کنید هر روز یه چیزی یاد میگیرم، نه که خیلی دلم بخواد بلندشم برم دانشگاه و کلاس ثبت نام کنم، مجبورم یاد بگیرم، اگه یاد نگیرم عقب میفتم، کارهایی که تا دیروز انجام میدادم امروز وای میسه. این آقا رو ما نوشتیم ویندو 10 و اکسپلورر و ایج و اینا، ولی اسمش پیدا نشد. دلیلش هم اینه که بعضی وقتا این دوستان یه دفعه میبینید تو ساعت گذشته مثلا حالا فیسبوکش یه اشکالی پیدا کرده یا هرچ بماند. خیلی خوشم اومد. آقای فرهمند کلایه میگه که ما باید از کارشناسا استفاده کنیم. خب باز سوال همینه، باز اسم نمیبریم چی؟ شما به من بگو کدام یک از این رهبرای ما 4 تا کارشناس دور بر خودشون جمع کردن؟ هر کارشناسی اومد تا گفت که آقا اینجا اینجوری اشتباه میکنی کردش بیرون. اون آقای رجبی 120,000 کشته افتخارم میکنه. آقا توی شرکت یه راننده تصادف میکنه، یه نفر میمیره، میکنن بیرون، رئیس و معاون و همه رو میکنن بیرون، دادگاه فلان بیسا، 120,000 کشته داده، هواداراش افتخار میکنن. آقای فیلابی ماشاءالله با این هیکلش وای میز جلو دوربین، که 2 تا دوربین لازم داره که جاش بشه، میگه ما 120,000 تا کشته داریم. آقا شما 120,000 بار مسئولی در مقابل این افراد، اینا به شما تکیه کردن، اینا فکر کردن شما کارشناسی، شما اینا رو به کشتن دادید. آقای بذار ببینیم این دوستمون چی میگه. بفرمایید. هلو. بله ما تلفنمون یکی اینجاست یکی اونجا، نمیدونیم کدومش هست. دوباره زنگ بزنید، مسیج چی میگن پیام بذارید. امروز کمی بس تلفنمون دارم. آقای شهرام هم بیانیم که این آقای کلایه گفت که به پول به اصطلاح چیز میکنه. شما برنامه شما دیروز برام یکی فرستاد میگه آقا نگاه کن حالا 10 تا کتاب میخواد بفروشه چه کار میکنه. آقا خب باید کتاب بفروشه تا خرج تلویزیونش در بیاد. آقای رضا پهلوی آمد به شهرام همایون بگه شما یه تلویزیون برای من راه بنداز، من مایی 6,000 دلار بهت میدم، برو راحت زندگی کن. نه دیگه، اونم مجبوره هی بیاد اینجوری بگه و بالا و پایین بپره تا بلکه 2 تا کتاب بفروشه و الی آخر. بعد جالب اینه آقای همایون با افتخار میگفت که نمایندگان مجلس شاه از ساواک حقوق میگرفتن، و گفت که همین آقای اخباری، من با آقای اخباری چند بار تا حالا صحبت کردم، گفت همین آقای اخباری الان زنده است، ازش سوال کنید. اسم ایشون هم آورد که ایشون هم از ساواک حقوق میگرفته. آقای اخباری مگه شما کارمند دولت نبودید؟ با وجودی که نماینده مردم هستید، مگر حقوق نمایندگان مردم نباید از یک بودجه دیگه ای، نمیدونم به چه وزارت خونه ای بود؟ چرا ایشون میگه شماها از ساواک حقوق میگرفتید؟ منظورش اینه که شماها اونجا هم نماینده مردم نبودید، شما اونجا جاسوس ساواک بودید.
آقای اخباری اگه خواستید یه وقت در این مورد با هم صحبت میکنیم. اینم از این. دوستان عزیز، من یک بار دیگه صفحه این دوستمون آقای فرهمند کلایه رو به شما نشون میدم. ایشون در پنسیلوانیا هستن، بعض جای پنسیلوانیا یه ساعت و نیم، بعض جاهاش دو ساعت، بستگی داره کدوم شهرش باشن. من همین ماه می اونجا بودم، توی آلنتان بودم، منطقه بسیار زیبا هست و اون فیلادلفیا باز مال پی ای هست، مال پنسیلوانیا هست. حتما اگر تو آمریکا زندگی میکنید سعی کنید این جاهای قدیمی تر رو ببینید. ویرجینیا یکی از اون قدیمی ترها هست. میدونید که از شرق شروع شده، چون اونهایی که از اروپا رسیدن یه دفعه سوار هواپیما نشدن برن کالیفرنیا. و آقای کلایه در مورد کالیفرنیا یه صحبتی کرد، حالا انشالله در برنامه آینده بیشتر با ایشون صحبت میکنیم، ببینیم دید ایشون به نسبت ایرانیایی که تو کالیفرنیا هستن چیه. بعد باز همین سوال پیش میاد، خب آقا من اگه اسم نبرم که نمیشه، بگم آقا چطور شد. اتفاقا خود ایشون هم دیروز گفتن که قبلا یه میتینگی که میذاشتن با همون دوتا رادیو تلویزیون یا با همون آگهی که تو روزنامه ها بود چندین هزار نفر جمع میشدن، ولی الان آگهی از 100 تا تلویزیون میذارن که آقای فلانی، اسم نمیبرم دیگه، که آقای فلانی. خب آقا شما که میگی هاید پارک خوبه که کسی ممنوعت نمیکنه، ولی شما به من میگی اینو نگو اونو نگو. باید بگیم، ناراحت نباشید، من میگم. شماها 5 نفر 6 نفر ماشاءالله سوادتون بالاتر، فن بیانتون بیشتر، وضع مالیتون بهتر، شماها بیان بگید، خرد کنید منو، بریزید کنار. نگید به من نگو، نگید به من اینو بگو، شما بیا اونی که خودت میخوای بگو. اینو والا من برای آقای رضا پیرامونم 100 بار گفتم، گفتم آقای رضا پیرامون شما به من نگو چرا از ترکیه صحبت نمی‌کنی. از چی صحبت کنم؟ من که ترکیه نیستم، من آمریکا هستم، من ویرجینیا هستم. 4 ساعت رانندگی کن برو شارلوتسویل، ببین الان سر این مجسمه ها چه ماجراییه. ببین آقای ترامپ روز اول که گفت که خب تقصیر دو طرف بوده، روز دوم گفت که نه این نازی بده، نمیدونم اونایی که نژاد پرست هستن KKK بدن فلان اینا. دیروز مرد حسابی آمد دوباره، من نمیدونم، بعد همه وایت هاوس اینا گفتن آقا اصلا این قرار نبوده حرف بزنه. نشون داد که این آقای جنرال کلی هم بیچاره نتونست کاری انجام بده. و برید تصویر آقای کلی رو پیدا کنید، کسی که توی عراق 4 ستاره، توی افغانستان 4 ستاره، وقتی آقای ترامپ این همه حرفای بی خود و دروغ و الکی میزنه که فردای تاریکی رو به ما نوید میده، کلی اینجوری وایساده. و شما اگه طرفدار ترامپ هستید، شما مهمون من بیاین به من بگید که این روز گریت و آمریکای گریتی که آقای ترامپ میخواست برای ما بیاره چه تاریخیه، چه سالیه. این که خیلی ساده است، بگید 1776، بگید 1800، بگید 1850، بگید 1900، بگید 1960، ما میاریم میگیم این روزه. آیا شما میخواین به اون برگردید؟ خب دوستان عزیز، بازم از شما ممنون و متشکرم. و الان راجع به براوزرها اگه صحبت میکنیم، اج با ویندوز میاد. اگه کامپیوترتون رو نو میخرید، اج با اون میاد، اینترنت اکسپلورر قایم کرده، فایرفاکس یا مازیلا، که خود اینم یه ماجراییه چرا دوتا اسم میذارید. البته مازیلا اون شرکتی که اینو راه انداخت، بعد فایرفاکس یه پسر جوانی بود این وبسایت مجانی به اینا داد. در هر صورت کروم هست که کروم مال گوگله و اوپرا. حالا خیلی جالبه، تلویزیون ما تو این سیستم اوپرا، نه اوپرایی که برین بشینید اوپرا گوش بدید، براوزر اوپرا، همه چیش کار میکنه، درست هم کار میکنه. بهتونم نمیگه این سکیور هست یا سکیور نیست. چرا؟ چون اگه اشتباه نکنم اوپرا جدیدترین براوزره. وقتی میگن جدیدترین، به نسبت اونها میگن. اولینش که فکر کنم اینترنت اکسپلورر بود و سفاری فور مک، فور اپل، کامپیوترهای اپل. دوستان اگر کامپیوتر بلدید، مایل هستید یک کمکی به دیگران بکنید، به افرادی که همسن پدرتونن، به افرادی که همسن پدر بزرگ مادر بزرگتونن، والا اینقدر افتخار نکنید که میلیونر شدید تو آمریکا. بیان از این آمریکایی‌ها یاد بگیرید، ببینید بچه‌هاشون خودشون چجوری. این آقای کوروش وحدانی اگه اشتباه نکنم، خودش و خانمش بنده خدا میرفت توی این سوپ کیچن،
کار میکرد، شب تا صبح وای میساد پای دیگ هم میزد که صبح یا ظهر یا همه امشب مثلا یک خوراک گرم بدن به یک آدم گرسنه. افتخار نکنید که من در یک مجلسی بودم که نمیدونم 12,000 دلار دادم تا بتونم برم تو. افتخار کنید که 12,000 دلار رفتید دادید، 12,000 نفر خوراک خوردن. البته در آمریکا یه آقای 90 ساله‌ای که مال جنگ ویتنام و جنگ جهانی دوم و همه این جنگ جهانی دوم ویتنام نه ببخشید داشته به یه نفر کنار خیابون گرسنه کمک میکرده، آمدن گرفتن بردنش زندان، بعد میگه شما هی منو ببرید زندان، هی منو آزاد کنید، من میام تا موقعی که این گرسنه هست، تا موقعی که شماها که مسئول دولت هستید نمیتونید اینو خوراک بدید، منو و دیگران خوراکش میدید. چون تو بعضی از شهرها گفتن شما وقتی به اینا خوراک میدید، اینا اون پولی رو که ما میدیم برای خوراک و فودستمپ میرن عرق میخرن میخورن، مشروبات الکلی میخرن میخورن. اینم یه موزل بزرگه. حالا دوستان شما دشمنتون دشمنمون آخوندا هستن، شما میگی چی کار کنم؟ آقا من اگه بلد بودم که فرار نمیکردم. بنده کارمند دولت، خونه نو، ماشین، والا اونایی که تو شیرازن میشناسن. حالا اون موقع علی ترابی با من رفت آمد نداشت، خب یه رنوی داشتم تو همون هنرستانی که درس خونده بودم، دبیر بودم، داشتم درس میدادم، یه مغازه باز کرده بودم به نام الکتروتکنیک، با دوستم بهروز قاسمزاده شریک بودم، اونجا پول در می آوردم، باز رانندگی میکردم چون این فن رانندگی رو هم دوست دارم هم از پدرم یاد گرفتم و اینها، پول در می آوردم، وضعم خوب بود، والا همه چی داشتم، آزادی نداشتم. ولی چی کار؟ هیچ که به فکرم نرسید برم یه ناخونده بکشم. دیدیم دستگاهی بکشتن آزاد نشد، دیدیم متحریری کشتن آزاد نشد، حالا گیرم که منم برم بم ببندم به خودم اونو بکشم. آقا فردا چی؟ هیچ برنامه‌ای نبود و بلد نیستم. آقا من بلد نباشم سازمان آزادی بخش گناهکارم؟ نه، این چیزی که آقای کلایه میگه درسته. مسئولیت‌های شخصی کجا میره؟ مسئولیت شخصی من در مقابل خودم، خانوادم، کوچه، محل مسئولم. من در مقابل مردم مسئول نیستم. آقا اونی که میاد حالا یا از ارث از پدرش برده یا ثبت نام کرده گفته من این مسئولیت رو قبول میکنم، اون مسئوله. شما خیلی ساده با شعار میایین میگین اونو ولش کن بچسب به خودت، چشم سرمی، چرا نمیری آخونده رو بکشی؟ آقا من بابام شاه بوده، مادرم ملکه بوده، نکنید آخه. درسته این چیزی که شما میگید درسته، ولی شعارهای درست رو خیلی همون میشه ماجرای شاهنامه. شاهنامه رو کردن تاریخ ما، نشد حالا دیگه امروز وقتم نیست بهتون نشون بدم. جمعه جمعه من باشم و تو باشی، اون شعره یادتونه؟ کی باشد و کی باشد، من باشم و تو باشی، بهتون نشون میدم. آقا اومده نوشته، بعدم نوشته شاهنامه تاریخ ایران است. میگم آقا چرا یک کلمه از کوروش و داریوش و اینها صحبت توش نشده؟ و اون یکی دیگه مثل فردوسی پژوهشگر بزرگ، میگم آقا کی ایشون رفت پژوهش؟ پژوهش یعنی چی؟ یعنی بلند میشن میرن تحقیق میکنن، یا میرن تو کتابخونه، یا میرن تو کوه و بیابون و خیابون و ساختمون تحقیق میکنن که آقا این باباش کیه، این کی بوده، این کی درست گفته فلان. چه تحقیقی؟ متاسفانه همش شعار، همش شعار، همش شعار. من از همین الان بهتون میگم اگه پایه و اساس برنامه آیندهتونم بخوان فقط بر اساس شعار بذارید، آقا این کاری که کردن شورای ملی، رنسانس، خب همین آقای شاهین نجات، رنسانس، نوزایی، آقا یعنی چی؟ منی که دنیا آمدم نوزایی یعنی چی؟ یعنی من دوباره میشم یه نوزاد؟ شما منی که اینجا نشستم بیا با من با منطق صحبت کن، منو بگو آقا این راه نرو، این اشتباه، بیا این وقت من میام. ولی رنسانس، چون رنسانس حالا کلمه ایه که تو اروپا کار کرده، ما این کلمه رو بعدم چه کارش میخواییم بکنیم؟ بیاریم وصلش کنیم به این پیچموره های قدیمی و زنگ زده 2500 سال، 5000 سال پیش، 3000 سال پیش و الی آخر؟ نمیشه آقا. شما یه موتور پرقدرتی اگه میگیرین، سعید کاووسی بیاد برات بگه مثلا تو این ماشین موتورای ام جی نمیدونم فلان، نه این موتورای پرقدرت که میذاری، اولین کاری که میکنه حتی دست موتورش عوض میکنه، شافتشو عوض میکنه، رادیاتشو بزرگ میکنه. اینا باید همه با هم بخونه مثل یه ارکستر.
که اگر شما رفتی یه ویالون زن خوب آوردی، اگه این اونجا بزنه من اینجا برای خودم تنبک بزنم که نیغ نیغ سرکشیره میشه. ساعت 3:59 دقیقه است. بازم ممنونم از دوستان عزیزی که در برنامه ما شرکت میکنن، شما هم میتونید در برنامه شرکت کنید. به دلیل اینکه تلویزیون مردم مستقل وابسته به کسی نیست، حوصله دروغ بگه نداره، باید شما هزینه برنامه خودتو بدی. این یه روزنامه ای که زنگ میزنی میگی که من میخوام ماشینمو بفروشم، میگی 25 دلار 30 دلار بده، بله برو تو کرگلیست بزن مجانی، ما که بهت نگفتیم حتما بیا تو واشنگتن پست، شما میگی من میخوام بیام تو واشنگتن پست، ولی چون کرگلیست پول نمیگیره تام پول نگیر. دوستان عزیز حتما برای آقای کلایه بنویسید، چون من الان مطمئنم که دشمنان من آردی براش ایمیل فرستادن، تماس گرفتن، روی فیسبوک فرستادن. شما براش بفرستید که آقا ما این تلویزیون رو دوست داریم، نگاه میکنیم، شما بیا اینجا و ما طرفدار رضا پهلوی هستیم، بیا صحبت کن، ما هم باهات هستیم. اون دوستی که از آلمانه تماس بگیر، بگو آقا من میخوام برم صحبت کنم، من پژوهشگرم، من واردم، هزینه شو به من بده تو من بیام صحبت کنم. اگر امروز من یه چیزی اشتباه گفتم، غلط گفتم، غیر منطقی گفتم، تشریف بیارید، پیام بذارید. از فکس زنگ زدن، فوش دادن به جایی نمیرسی. با این نمیدونم تهدید که جرئت نمیکنی، اگه تهدید کنید ببخشید خشتکتم پلیس میاد در میاره، همون با فکس هم پیدات میکنه. و دیدیم اینجا یک آقای خلبانی بود تهدید کرد، هی بهش زنگ زدم گفتم آقا ببین من میدونم من و تو از جایی اومدیم که یک کمی کلمون خشکه، این کار نکن. گفت من میکنم هر غلطی میخوای بکن. بردمش دادگاه، دوستان داشت قالب تهی میکرد، این قالب تهی میکرد و من تا اون روزی که اینو تو دادگاه ندیدم معنیشو نفهمیدم. قالب تهی موقعی که شما رنگت زرد میشه، یعنی جونت، رنگت، وجودت داره از تهت همون تهی میشه. دوستان عزیز، تلویزیون مردم برای مردم با مردم. و آقای کیوان نژند، خیلی خوشحالم که شما 90 و چند سال سن داری، عمر داری، ولی دوست عزیز یاد بگی که کسی که برات یه چیزی مینویسه بهت احترام میذاره جوابش بدی. و یاد بگی هی نیای توی صفحه سربی بنویسی من این مقاله رو به 3 زبان نوشتم، این مثل دزدیه. مثل این که من اینجا پدرم فوت شده باشه، خط گرفته باشن، مردم اینجا باشن، شما از پشت اون پنجره داد بزنی آی ملت خواهر من داره عروسی میکنه و بیاین اونجا، این کار زشت. خب این آقای کیوان نژند 3 زبان صحبت میکنه، 3 زبان مقاله مینویسه، خب به چه دردی میخوره وقتی شما کوچکترین ساده ترین چیزها رو بلد نیستی؟ دوستان عزیز با آقای فرهمند کلایه تماس بگیرید، جنبش را بندازید، بپیوندید، برید بزنید بکشید، بعدم به ما اختیار بدید. دوست داشتیم میام ایران، دوست نداشتیم نمیام. نگید اگه امروز به ما نپیوندی فردا که خواستیم بیایم بهتون پاسپورت نمیدم. فکر میکنید اینو کی گفته؟ امروز به من گفتن صحبت نکن، چشم. دوستان عزیز بازم ممنون، بازم متشکر، روز روزگارتون خوش.